خدمت بچه ها خیلی دلم براتون تنگ شده بود اول از همه برای شروع کلاس من طرح درس کلاس رو میگم میگم که قراره چیکار کنیم تمام سوال که تو ذهنتون هست رو توضیح میدم بعدش درس رو شروع میکنیم یعنی یه نیم ساعت ابتداییمون رو تا ساعت چهار توضیحات کلاسمونه خب ببینید بچه ها نگاه کنید ما چیزی به عنوان جلسه سفر و اینا نداریم جلسه اول و جلسه دوممون برای عموم را آزاده یعنی همه میتونن ببینن ولی مباحثی که این جلسات تدریس میشه دیگه جلسات بعدی دوره از نو درس نمیدیم چون شما ببینید سال کنکورتونه من نمیخوام الکی 8 ساعت وقتتون رو بکشم فقط بیام یه کلاس جذب کنم و از این داستان ها ندارم من به کار خودم اعتماد دارم بعد بچه هم که من برای بچه ها شناخته شده هستم میدونن که چطوری روند درس دادنمون ما این جلسه اولمون که استوکیومتریه براتون باز گذاشتیم و جلسه دوممونم که کتاب درسی دهم صفحه یک تا سیزده باز گذاشتیم که اگر خواستین تصمیم بگیرین با چشم باز تصمیم بگیرین اول طرح درس رو بگم ببینید بچه ها یکی از بزرگترین ایرادایی که شما دارید و میشناسم یعنی بچه ها دیگه عین کف دست بلد هم معمولا دهم ده رو درست حسابی درس نخوندید بعدم هولید آقا دوازه هم کی شروع میکنیم دوازه هم کی شروع میکنیم ببینید بچه ها اگر میخوای دوازه هم یاد بگیری حالا چه کلاس من شرکت کردی چه کلاس من شرکت نکردی حداقل تا جلسه چهاردهم این طرح درس رو کامل خوب باید بلد باشی ببینید چون شما وقتی که وارد دوازدهم میشید فصل یک که شروع میکنه صابون ها رو گفتن توی صابون ها شما به این مباحثی که میگم خیلی نیاز دارید مثلا شما باید بتونید ترکیبای یونی رو بنویسید بعد بتونید ساختار لوئیس بکشید بعد بتونید قطبی ناقطبی تشخیص بدین بعد بتونید مثلا حالا تو اون مفاهیم فصل سه دهم ده شروع مفاهیم و حفظیات فصل سه دهم ده چی تو چی حل میشه رو بلد باشین بعد که اینا رو بلد بودین بعد دوباره یه ذره شیمیالی باید بلد باشین شیمیالی هم بلد بودین بعد تازه میتونی دوازدهم بفهمی. کسی که پیش نیازهای دهمش ده رو نخونده باشه مجبور فقط حفظ کنه حفظ هم کنید تو آزموناتون بالای 40 درصد شیمی نمیزنید چون شیمی بچه ها برخلاف تصورتون بچه ها فکر میکنن شیمی امدهش مثلا حفظیاته نه عمده شیمی مفاهیمه مفاهیم با حفظیات فرق داره مفاهیم چیزیه که استدلال پشتشه فهمیدن پشتشه یعنی شما سوال کنکور رو بررسی میکنید آقا سوال حفظیش شاید یکی دو تا سوال سوالایی باشه که حفظی باشه و اگر غالب سوال ساله که فهمیدنیه سوالاییه که علت پشتشه مثلا میگه این گزاره اینطوریه زیرا ممکنه اصلا زیرا رو اشتباه نوشته باشه پس این قضیه که او دوازم دوازم اینو بریز دور شما تا وقتی که روی دهمت ده مسلت مسلط نباشی دوازام برات قفله بعد مثلا میخوایم بریم مسائل اسید و بخونیم بچه وسط سال میاد میگه آقا ما این اسید و و ایراد داریم بعد بهش میگم مسئله استوکیومتری بلدی؟ میگه نه میگم مسئله محلول بلدی؟ میگه نه خب معلومت اسید و باز اون موقع متوجه نمیشی اصلا مفهومی به نام مسئله اسید و باز وجود نداره استوکیومتری مسائل محلول و تعادل ستاش با هم میشه اسید و باز اسید و بازی وجود نداره استوکیومتری محلول تعادل ستاش میشه اسید و باز اگه ما این رو تو پای بلد نباشیم چطوری میخوایم اسید و باز بخونیم؟ بعد بچه ها تا پارسال پیارسال مثلا من هی میگفتم آقا مپس حسبی نباید داشته باشین کنکور رو به ترکیبی شدن داره میره گوش نمیداد میگفت آقا ما بهمون گفتن این چند تا فصل رو بخونیم پنجا درصد میزنیم کنکور رو به ترکیبی شدن میره ببینید یه چیزایی الان دارم بهتون میگم حتی چه ببینید در هر شرایطی این باید همیشه آویزه گوشتون باشه کنکور شما یعنی اگر بهتون بگن سهم سوالی حرفای چقدره خیلی خلاصه بهتون بگم یه دهم ده یازده هم می نویسم. خیلی نمیخوام شلوغش کنم میخوام در کل بیای تو با دهم یازده هم دوازده هم دوازده هم سهمش خلوش سی و درصده دهم ده یازده هم 65 و درصد بعد ببین عقل سلیم چی میگه این دهم ده یازدهم هم روی همدیگه 65 درصدن اولا شما دهم یازدهم و خیلی خوب یاد بگیرید چون بیشتر سوالای کنکورتون دهم یازدهمه 65 درصد دوازدهم 35 درصدش دوتا نکته داره اولا که دوازدهم این 35 درصد رو به شرطی میتونی بگیری که این 65 درصد رو بلد باشی یعنی کسی دهم ده و یازدهم بلد نباشه دوازدهم برای زبون ژاپنیه اصلا نمیفهمه دوازدهم بیشتر فصلاش بیشتر مفاهیمش مثلا فصل یک توضیح دادم ترکیب میشه فصل دو دوباره ترکیب یونی بلد نباشی کل فصل رفته هوا فصل سه یونی و مولکولی رو باید بلد باشی بفهمی فصل چهار ترمودینامیک باید بلد باشی بفهمی شیمیالی باید بلد باشی بفهمی پس کسی دوم و یازدهم بلد نباشه کلا این دوازدهم باید خط بزنه بعد دوازدهمو خط بزنه نه تنها این 35 درصد رو از دست میده نمره امتحان نهاییش هم از دست میده بعد بچه ها دیگه امتحان نهایی اینطوری نیست که فقط از دوازدهم بپرسه امتحان نهایی داره سطحش پیشرفت میکنه بهتون قول میدم ترا سال ترکیبی با پایه میده یعنی شما باید علاوه بر این که دوازدهم خوب بلد باشین دهم هم, هم خوب بلد باشین باید ببین من اینجا نیومدم که رویا فروشی کنم کلاس جذب بذارم فقط کلاس به زور پر کنم یه سری چیزها رو دوست دارم با جون و دل بهت بگم و واقعیت رو بدونی اینجا کلاس نمیدونم رویا فروشی و بیارو پوش سفید تنت کنم و اینا نیست اولا که به من ربطی نداره چه رشته ای دوست داری بخونی من هیچ وقت به بچه ها نمیگم که فقط رشته های دندون و دارو و پزشکی رشته مناسبن نه من خودم مثلا انتخاب اولی که داشتم دانشگاه تهران درس خوندم انتخاب اولم هم داروسازی بود چون از پزشکی بدم میاد از زندون پزشکی بدم میاد الان به من بگم آقا بیا 100 میلیارد بهت میدیم برو پزشکی هاروارد درس بخون نمیتونم یعنی آدم باید خودشو بشناسه من دوست نداشتم من انتخاب اولم داروسازی دانشگاه تهران بود رتبه هم 200 بود همون انتخاب اولم آوردم ولی میگم که آقا شما هر ای که دوست داری بخونی یه چیزی رو میخوام از الان بدونی اولا که کنکور آسان نیست و کنکور به شدت نسبت به سالهای قبل دشوار شده یعنی اینکه مثلا فکر کنی الان میای یه کلاس من یه چوب جادویی برمیدارم میزنم تو سرت تو دیگه همه کنکور رو صد میزنی این اصلا چرت و پرته یا مثلا بگم شیمی فقط صد اینا چرت و پرته چند ساله که کنکور شیمی و هیچ کسی توی ایران صد نزده اینا چرت و پرته یعنی اگه خیالت اینه که الان بیای این کلاس یک چوب جادویی برمیدارن میزنن تو سر تو میری صد میزنی از این خبر نیست ببین دیگه دوره این که ما بریم کلاس یه معلم بیاد مثلا وسط قرب دو شما بری صد بزنی گذشته اگر فکر میکنی که این کلاس یه کلاس سینما و اینطوری میتونی بشینی نگاه کنی و بری کنکور بترکونی همین الان خاموش کن برو لالا. ببینید کنکور دشوار شده اما شدنیه من نمیگم نشدنیه دشوار شده اینکه شما اولا اگر کلاس رو میبینی کلاس بدون تکلیف همین الان اتمام حجت کنم هیچ فرقی نداره مثلا کلاس ببینی ولی تکلیف انجام ندی با کسی که کلاس نیومده اصلا هیچ فرقی نداره کنکور شیمی الان 35 تا سوال میدن 35 دقیقه وقت یعنی شما یه مسئله رو بتونید تو یه دقیقه حل کنی. بعد اگر تکلیف حل نکرده باشی سرعت عمل نداشته باشی اصلا نمیرسی پنج تا دو دونه سوال بخونی بنابراین ببینید دیگه اصلا قشر متوسط تو کنکور معنی نمیده متوسطه از بین میره متوسطه له میشه من از شما میخوام اگر داری این کلاس رو میبینی تکلیفش الزامیه آزمونش الزامیه برنامه الزامیه باید کار انجام بدی من به عنوان یه معلم جونمو میذارم هر آنچه که نیاز داشته باشی درس نامه، تست تکلیف نمیدونم آزمون نمیدونم برنامه خودم و اینجا برات پاره میکنم من صدم میذارم و هر آنچه که فکر کنی هر آنچه که نیاز داشته باشی مسئله میگم حفظی میگم مفاهیم میگم متن کتاب میگم تو رو کاملا بینیاز بی بینیاز از هر منبع دیگه ای می کنم من صدمو میذارم ولی آیا تو هم صدتو میذاری بهت بگم تکلیف انجام میدی چون اینا دارم اتمام حجت یعنی قبل از صحبت درباره هر چیزی میخوام اینو بدونی که آقا کنکور سخت دشواره قشر متوسطم متوسط, متوسط خوندنم دیگه معنی نمیده یا باید درست حسابی با جون و دل بخونی که من کنارتم یا کلا باید خیالش بشی و من کاری هم ندارم که آقا مثلا تهش چه رشته ای من میخوام یه چیز بزرگتر از دندون و دارو و پزشکی بهت یاد بدم من میخوام تلاش کردن برای رسیدن رو یادت بدم یعنی حتی اگر بعدا دندون پزشک نشدی یعنی دوست داشت نه اینکه نتونیا دوست داشت یه رشته دیگه ای بخونی دوست داشت اصلا هنرمند بشی دوست دارم زحمت کشیدن و تلاش کردن و به هدف رسیدن و بهت یاد بدم که اگر هنرمندم شدی هنرمند خفن ترین هنرمند دنیا بشی یعنی هدف من از یه دندون و دارو و پزشکی خیلی برای تو بزرگتره و ارزش تو از دندون و دارو و پزشکی خیلی بیشتره چیزی که دوست دارم یاد بگیره اینه که تو بتونی زحمت کشیدن سختی کشیدن برای رسیدن به هدف تو یاد بگیری و من ببین پارسال هم همه گفتن آقا زود شروع کن خیلی از شما پیام دادی آقا چرا شروع نمی کنی من وقتی که به شما قول میدم از امروز تا خود روز کنکورتون در کنارتونم واقعا تا پای جون در کنارتونم من تا خود روز کنکور 1402 رفع اشکال بچه ها رو همه رو خودم جواب میدادم و براشون دائم در حال تولید محتوایی بودم که توی کنکور نتیجه بیشتری بگیرم اما بریم راجع به طرح درس صحبت کنیم بنابراین اینکه من دوازدهم الان شروع نمی کنم به خاطر اینه که در واقع شما برای اینکه دوازدهم خوب یاد بگیرین نیاز داره که پایتون خیلی خوب باشه و من به عنوان یه استاد شیمی همیشه ادام این بودی که از صفر, صفر 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 میگم بنابراین فرض میکنم که مثلا یکی در حد گل مرادم بیاد توی کلاسم بگه کامل بفهمه یعنی یه اصلا فرض کن مقص سفید الان یه بچه دبستانی بشون پای کلاس من من یه کاری میکنم بفهمه مقص سفید فقط یه طرف این وسط این بلد ب... که اونم یاد میدم نمیخوام طرف این وسط اینم که مال دبستانه از دبستان میگم یعنی خیالت راحت از دبستان میگیم از صفر صفر میگیم ولی اینطوری نیست که لول کلاس پایین باشه و سال مسخره حل کنم و سال تکراری حل کنم همین امروز سوال کنکور 1402 اونم مسئله میزنم برات یعنی از این خبران نیست که سطح کلاس ما پایین باشه از صفر 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 صفر, صفر میگم تا صد 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 صد, صد. و این رو نمیخواد توی کنکورت بری بفهمی دو تا آزمون قلم چی بدی میفهمی که همه رو گفتم بعد اینکه چه آزمونی بدیم اینا رو همه رو الان توضیح میدم اول تره درسمون توی تابستون ببینید جلسه اول تا چهاردهمون کل دهم رو میبندن یعنی اصلا دهمو تا الان ندیدی فدای سرت از جلسه اول تا جلسه چهارده کل ده دهم رو ما اینجا میبندیم تموم میشه کلا تو چهارده جلسه یعنی هفت هفته بعد ببینید قضیهش چطوریه قضیهش اینه که ما سه هفته اول یکی در میون استوکیومتری رو میخونیم تموم میکنیم اول راجع به استوکیومتری صحبت میکنم جلسه دوم کتاب درسی صفحه یک تا سیزده این دو جلسه رایگانه که ببینی آقا مسئله رو از صفر میگم تا همه های پیشرفتش و آپدیت ترین آپدیت ترین سوالا و درسنامه رو میبینی اینجا هم میبینی که آقا صفحه یک تا سیزده هم حفظیات داره میبینی که حفظیات هم میگم مفاهیم هم داره میبینی که مفاهیم هم میگم یعنی اینجا میخوام خیالت راحت بشه که آقا استادم هم مسئله هم مفاهیم هم حفظیات کامل کامل به بهترین شکل میگه بعد من مثلا آدمی هم نیستم که مثلا مسئله خوب بگم حفظی نگم یا چه میدونم مفهوم خوب بگم مسئله ولد نباش من همه میگم یعنی تو مسئله بخوای کامل میگم مفهوم بخوای کامل میگم حفظی بخوای کامل خیالت راحته یعنی تو میای تو این کلاس خیالت راحته بعد برنامه هم برنامه بهتون میدم حالا راجش جلوتر صحبت میکنه این استوکیومتری بعد میایم اول ما فصل یک دهم رو تموم میکنیم ببین اینجا که حالا بعد یک تا سیزده جرم اتمی میانگین میشه صفحه سیزده تا پونزده بعد قبل از اینکه که شما نور رو بخونید باید ساختار اتم رو بشناسید لایه ها رو بشناسید بعد نور رو میفهمید برای همین یک کم ترتیب فصل یک دهم ده رو به هم میریزیم ولی تو جزوتون به ترتیب آورده میشه ممکنه که مثلا من چند صفحه از جزوه رو بگم آقا اول من میام ساختار اتم آرایش الکترونی رو درس میدم بعد به اون نورم برمیگردیم بعد اینجا استوکیومتریمون که تموم میشه بعد از اینکه آرایش یاد گرفتید بنویسید تازه شما میتونید جدول بفهمید بعد که جدول رو فهمیدید تازه میتونید ترکیب یونی رو بفهمید بعد که ترکیب یونی فهمیدین میتونید ساختار لوئیس و مولکولا رو بشناسید حالا که مولکولا رو یاد گرفتی میتونی بفهمی که شکل هندسی مولکولا چه شکلیه میتونی بفهمی کدوم مولکولا قطبی هن کدوم ها ناقطبی و نقطه جوش مولکولا رو با هم مقایسه کنی بعد میاییم اون نوری که مونده رو تموم میکنیم بعد مفاهیم و افسیات فصل سه دهم میگیم اینجا فصل سه و یک دهممون تموم میشه یعنی ما وقتی میرسیم به جلسه یازدهم یک دهم ده و کامل درس دادم دو دهم ده رو بیشترش رو درس دادم و سه دهم ده هم, تموم شد این دوتا هم بگم با این تیکه فصل دو دهم ده هم, تموم میشه بعد میایم شیمیالی میخونیم که وقتی میخوایم وارد اسید و باز بشیم اسید و باز رو راحت بفهمیم اینجا که شیمیالیای های یازده خوندیم ما وارد فصل یک دوازدهم میشیم فصل یک دوازده من ترتیب درست دادن هم بگم همین الان وارد فصل یک دوازدهم میشیم بعد یک دوازده رو تموم کردیم وارد فصل دو دوازدهم میشیم بعد که فصل یک و دو دوازده تموم کردیم اینجا من شیمیالی های یازده گفتم میام فصل یکه به این ترتیب فصل یک یازده رو تموم میکنم بعد از فصل یک یازده فصل سه یازده رو تموم میکنم چون اینجا سه یازده رو تا حدودیش رو درس دادم بعدش هم فصل دو یازده تموم میکنم در آخر دوتا فصل گلابی آخر سه و چهار دوازدهم که فصل ساده تریه یعنی این میشه ترتیب درس دادنم فصل سه دوازده هم و در آخرم فصل چار دوازده این میشه ترتیب درس دادن من چه آقا چرا این شکلی داری درس میدی؟ چون وقتی این شکلی درس میدم تمام پیش نیازها رو رایت کردم و تو دیگه نیاز نیست حتی یه کلمه رو علکی بشینی حفظ کنی چون وقتی پیش نیاز رو رایت نکنم مجبوری حفظ کنی موضوع بعدی سوال رایجه بچه ما اولا که بچه ها مفاهیم، حفظیات، مسائل به طور کامل تدریس میشه من کلاسی که برگزار میکنم صرف تا صد مطالب هر آنچه که نیاز داشته باشی رو میگم نیازی نیست درسنامه بخونی وقت تو باید بذاری رو تست، رو تکلیف این یک بعد به آزمون آزمایشی میرسید از مهر بله به همه آزمون های آزمایشی میرسیم آزمونه آزمایشی تو تابستون معمولا چون تراهای با تجربه تابستون سوال نمیدن آنچنان کیفیت بالایی نداره برای همین ما آزمون آزمایشی تابستون رو بیخیال میشیم آزمون های آزمایشی رو از مهر ماه شروع میکنیم یعنی به از مهر به همه می میرسیم همیشه هم معمولا من دو سه هفته از قلمچی جلو هم. یعنی مثلا خیالتون راحت آقا به قلمچی میرسیم؟ بله میرسید دو سه هفته هم جلوید خیالتون راحت بعد آقا تو تابستون آزمون, آزمون خودم میگیرم تابستون آقا تو مر باز خودم هم میگیرم به جز این قلمچیه کدوم آزمون ها برای شیمی خوبم؟ بچه من اینجا به ترتیب مرتب کردم آزمون هایی که آزمون های تو درس شیمی به ترتیب اهمیت مرتب شدن بهترین آزمون شبیه ترین آزمون به کنکور الان قلم قلمچی قلم چیه سوالاش خب خیلی تم آزمونیش کلا به کنکور شبیه بعد قلمچی یه پله بالاترش رو میخوای خیلی سبزه ما قرار نیست همه این آزمونا رو حل کنیم ما به ترتیب اولویت یکی میرسه همه رو حل کنه دمشگر حل کنه ولی فکر نمی کنم کسی برسه ولی در کل اگر این دوتا دیگه نهایت این ستا رو بزنید کافیه اگه بیکار بودی داشتی مثلا خردر چمن حل می کردی بیا اینا هم بزن ولی اون آزمون های اصلی که شما باید ببینید قلمچی و آزمون خیلی سبز حالا آزمون خیلی سبز و گزینه دو رو من نسبت به پارسال جاشو عوض کردم چرا؟ پارسال گزینشگر گزینه دو آقای عبداللهی بود خیلی سوال خوبی میذاشت امسال دیگه گزینه دو نیست اومده خیلی سبز چون اومده خیلی سبز میدونم سلیقه سوالیش به کنکور شبیهه خیلی سبز آوردم زودتر پس امسال اولویت آزمونی اون قلمچی و خیلی سبزه اینا هم اگر رسیدین و بیکار بودین میزنین حالا هر کی دوستاش بزنه ولی اون آزمونایی که سلیقه منه معمولا این دو های اول سنجشم هم حالا امسال چون طراح جدید آورده باید بررسی کنید ولی همین دوتا رو اگر بزنید من نوکرتونم هستم کدام کتاب تست مناسب کنکوره و تکلیف میدید بچه ها ببینید کتاب تست شما باید بهینه باشه یعنی تعداد تستاش یه طوری باشه که تو برسی بزنی ما کتاب تستی که برای کنکور میدیم این قیافه کتاب تست هاست، خیلی سبز تکپایی است خیلی سبز دهم، ده خیلی سبز یازدهم، خیلی سبز دوازدهم. بعد بچه ها خیلی سبز به اندازه کافی تست سخت داره به اندازه کافی تست سخت داره یه سری تست های خوب به کتاب اضافه شده تو یازده هم به شدت کتاب سختی شده یعنی کتاب یازده از بقیه کتاب های بازار سختتر شده چون کامل آپدیت شده کتاب یازده حالا توضیح هم میدم که چه چاپی بگیرین یه دقیقه صبر کن میدونم تو ذهنت چی داره به اندازه کافی تست سخت داره بله داره یعنی جواب این سوال میشه بله بعد به دوم نیازه خیر به دومی نیاز ندارین خب تست مکمل از منتخب آزمون ها بهتون داده میشه مثلا من میشینم قلمچی و گزینه دو سبز و گاج و ماز و همه آزمون رو بررسی میکنم سوالایی که احتمال داره تو کنکور بیاد رو به شما تحت قالب یه پی دی اف میدم همش خودم ویدیویی برات حل میکنم یعنی تو اگه یه پله بالاتر میخوایم خیالت راحت بعد تکلیف اجباری بله تکلیف ها رو بچه ها خیلی سبز 4500 تا تست من تمام اون 4500 تا تست رو به صورت ویدیویی براتون حل کردم و ویدیو خودم ها دستیارم نه خودم همه رو با صدای خودم با روش خودم با بیان خودم براتون حل کردم بنابراین دیگه رفعه اشکالتم به بهترین شکل انجام میشه یعنی تکلیف اجباری بل من همه رو کنارتون حل کردم حل ویدیویی آقا حل ویدیویی شم دیدم ایراد دارم رفع اشکال میکنید بله سالهای درسی شما رو باز خودم رفع اشکال میکنم دستیار چی چیه ببینید بچه اینکه حالا رفع اشکالتون خودم انجام میدم چند تا دلیل داره آشپز که دوتا بشه آش یا شور میشه یا بینمک اولا که رفع رو وقتی خودم پاسخ میدم با بیان خودم میشنویش کامل رفع میشه برطرف میشه تازه معمولا اصلا به مرحله رفع اشکال نمیرسید چون همه تکالیفتون رو همه رو من ویدیویی حل میکنم همه آزمونا رو ویدیویی حل میکنم و این کار رو هیچ معلم دیگه ای نمیتونه بکنه چون من یه سال از زندگیم رو براش وقت گذاشتم من پارسال از صبح تا شب شب تا صبح فقط تست خیلی سبز ویدیو میگرفتم دهام، یازدهام، دوازدهم هم همش یعنی الان کدوم کتابی توی بازار حل ویدیویی داره هیچ کدوم حالا راجع به این که چطوری تستم بزنید میگم پس خیالتون راحت من همه تکالیفتون رو حل کردم هم اشکالی داشته باشین خودم پاسخگو یعنی تمام رفع اشکالتون با خودم این از این بعد کلاس ویدیو آفلاین داره بله نهایت تا 24 ساعت بعد از کلا... کلاس آنلاینمون روی پنل و سایت قرار میگیره آزمون داریم بله هفته آزمون دارین هر هفته دو جلسه همون که برگزار میشه بهتون یه برنامه داده میشه این برنامه بهتون میگه چه تستایی رو باید بزنید بعد برنامه روز آخرش آزمونه آزمونتون اجباریه منم تازه بعد از آزمون مثل شما آزمون میدم یعنی مثل شما میام آزمون دادن رو از همین اول بهتون یاد میدم براتون آزمونتون کامل حل میکنم میگم این سال مثلا باید حل میشده حل نمیشده کامل براتون توضیح میدم یعنی شما کلاسمون درسنامه خودم که دارم آنلاین درس میدم تست سر کلاس آنلاین حل میشه بعد همش بعد شما تکلیفاتون هم همه رو ویدیویی حل کردم آزمونتم ویدیویی حل کردم این خیالت راحت بابت همه چیز درسمون کی تموم میشه بچا اینجا نوشتم اسفند ماه حالا معمولا هفته اول اسفند درسمون تمومه من پارسال یه هفته دیرتر شروع کردم پارسال کلاس مرداد شروع شد هفته اول اسفند تموم شد احتمالا آخر بهمن هفته اول اسفند کلاسمون تموم میشه ولی کارمون تموم نمیشه حالا اون موقعی که تموم میشه راجبش صحبت میکنم باز هم کلاسامون ادامه دار هست بعد تشریحی هم میگید ببینید بچه ها اولا روش دوازم طوری تدریس میشه برای هر دو قابل استفاده باشه بعد هدیه کلاس ویژه هم داریم من پارسال بچه ها امتحان تشریحشون معمولا بقیه جاها گذاشتن که دو روز قبل امتحان شیمی برای بچه ها کلاس تشریح بذارم من این کارو نکردم من تقریبا یه ماه یه ماه و نیم قبل امتحان نهایی برای بچه ها اومدم کلاس هفتگی گذاشتم هفته اول کل فصل یک دوازدهم و اومدم توش مثلا تقریبا پنج ساعت به بچه ها درس دادم کل فصل دو دوازده تو چهار ساعت به بچه ها دادم در مجموع در پونزده ساعت از یه ماه و نیم قبل امتحان نهایی به بچه ها دادم قاله به بچه ها هم نمره شون به بالا شد یعنی یه نمره آبرومندانه بیست هم زیاد داشتیم یعنی مثلا طرف دینی رو پنج شده بود شیمی شده بود 18 نیم دینی رو تعلیمات دینی رو گرفته بود پنج و نیم شیمی هیچده همه درساشو افتاده بود فقط شیمی 18 نیم شده بود یعنی بابت امتحان نهاییتون هم خیالتون راحت بابت این کلاس امتحان نهایی هم خیالتون راحت کتابم از با بزرگم برس رسیده عوض کنیم یا نه ببینید بچه ها، این کتاب دهم ده و دوازدهم تغییر آنچنانی نداشته یازدهم تغییر زیادی داشته فقط در کل بدونید که چاپ امسال و پارسال اوکیه چاپ یکی دو سال اخیر باشه اوکیه چاپ یکی دو سال اخیر باشه اوکیه کتابتون اگه برای یکی دو سال اخیر قابل استفاده است و نه یعنی عوض کنیم بعد بچه ها شیمی فقط سری اصلا وجود نداره اینا اصلا همین الان بهتون بگم ببینید آمار پا پاسخگویی داوطلبان توی سال 1400 منتشر شده 1401 توی پیک سنجش منتشر نشد حالا چرایشم ما نمیدونیم حالا این آمار برای کنکور 1400 یه کنکور متوسط بود یعنی این کنکور سختی نبود سال 1400 میانگین هزار نفر اول کشور که رتبهشون میشه مثلا 300-400 منطقه یعنی رتبه 300 کنکور رتبه 400 کنکور به طور میانگین توی تجربی 66 درصد شیمی زده توی ریاضی هم 49 درصد شیمی زده بالاترین درصد تجربی 97 و 2 بوده بالاترین درصد ریاضی 88 و 6 بوده یعنی سری وجود نداره بعد تعداد داوطلب تو تجربی اون سال 5۵4 نفر بوده که بچه ها تعداد کسایی که بالای 7 داد درصد زدن 722 نفره اینا یعنی رتبهشون یه چیزی شده تو مایه دیویست یعنی کسی بتونه شیمیشو بالای هفتاد بزنه تو رشته تجربی رتبهش میشه دیویست تازه این برای چه کنکوری بوده؟ کنکور 1400 کنکوری که تو 1402 تیر برگزار شد میتونم بگم یکی از سخت ترین کنکورهای شیمی بود که برگزار شد یعنی واقعا کنکور کنکور مفهومی کنکور استاندارد و کنکور دشواری بود واقعا از 1400 شاید بگم 5 پله بالاتر بود یعنی برای کنکور 1402 اگر آمار منتشر بشه تعداد بالای هفتادش فکر نمی کنم نفر بیشتر باشه چون دفترچه ها شیوش عوض شده توی 1400 دفترچه رو می دادن به داوطلب چهار ساعت دستش بود الان دفترچه رو میدن به فرد فیزیک و شیمی و کلن باید تو یه ساعت رو بزنه بنابراین فکر نمی کنم توی کنکوری که امسال برگزار شد تعداد افرادی که بالای 70 درصد زدن 100 نفر بیشتر باشه فکر نمی کنم. یعنی منتظر آمارش هستیم ولی میخوام خوام بهت بگم بالای 70 درصد شاید الان تو کشور 100 نفر نهایتا 200 نفر باشه و ما تلاشمون اینه که به بالاترین درصدی که میتونید برسید یعنی من هر آنچه که نیاز داشته باشه برای کنکورتون میگم بعد ببینید بچه ها من تطابقم نذاشتم میدونید کنکوری که برای بچه 1402 برگزار شد شوکه کننده بود زیستشون سخت بود فیزیکشون سال سخت داشت ریاضی وحشتناک بود شیمیشون یکی از سختترین کنکورا بود یه مقدار حالشون خوب نبود من تطابق نذاشتم چون ناراحت میشدن دیگه چون تو کنکور سخت بچه ها شک میشن بعدش توی تطابق بذاری رو حسابشون میری من به احترام بچه های 1402 تا امروز تطابق نذاشتم ولی به احترام شما چون دیگه به درس 402 مون کامل تموم شد تطابقم میذارم که آقا 1402 مگه یکی از سخت در این کنکور ها نبود چرا بوده؟ سوالش تو جزه هم بوده؟ بوده میبینید یعنی تطابق میذارم دونه دونه قشنگ میبینید که آقا کسی درس خونده بود تلاش کرده بود نتیجهشو میگرفت به بهترین خودش میرسید یعنی میدونی خیلی برای من مهمه که وقتی شب میخوام سرم بذارم رو بالش آروم بخوابم بگم آقا من همه جونم برای بچه ها گذاشتم بچه هم آخر سال بهم گفتم آقا دمت گرم اگر برگردم بازم شما رو انتخاب میکنم یعنی این پیامیه که آرومم میکنه یعنی میدونی هدف من از من مثلا اینطوری نبوده که خب بگم الان بیکار شدم برم معلم بشم نه من داروسازی هم که خوندم جزو نفرات برتر ورودیمون بودم معدلمم هم علفه یعنی جزو کسای رنگ ورودیمونم تو دانشگاه تهران اینطوری نبوده که داروسازی دانشگاه تهران خوندم بگم خب حالا بیکار شدم برم کنکور درس بدم نه من تو همون داروسازی دانشگاه تهران جزو نفرات برتر ورودی مونم به عنوان نفرات برتر فارغ التحصیل شدم ولی معلمی عشقمه یعنی اینکه بتونم حداقل یه ذره کاری کنم که ایران بهتر بشه میکنم خب اما این راجع به کلیت درس وظیفه من تدریس کامل هر آنچه که نیاز داریم چون ببینید آزمونه قلم رو من که برگزار میشه از مهر براتون تحلیل میکنم که خیالت راحت میشه که آقا تدریس کامل بوده نیازی به درس نام خوندن نداری بعد درس نامه میخوای من اونجا بودم تست میخوای من اونجا بودم تکلیف تو میخوای حل کنن من اونجا بودم آزمون میخوای من اونجا بودم حالا احتمالام از مهر یه سورپرایز ویژه دارم که برای قبل قلمچیاست ولی فعلا راجع به صحبت نمی کنم ولی از مهر یه سورپرایز ویژه برای بچه امسال داریم همون مهر بود آقا وظیفه شما چیه انجام کامل وظایفی که به صورت هفتگی به شما داده میشه شما بچه ها برنامه روزانه دارین ولی برنامه روزانه تون باید با اگر مشاور داری به مشاورت نشون میدی مشاورتون صلاح دونستن برنامه منو انجام میدی صلاح ندونستم برنامه خود مشاور اگرم مشاور نداری فدای سرت من برنامه روزانه بهت میدم برنامه روزانه بهت میدم معلومی که باید چیکار کنی کدوم تستا رو بزنی بعد این تستا رو زدی کی آزمون بدی چیکار کنی در هر حال من کنار شما اما اتمام حجت ببینید بچا اینایی که دارم این حرفایی که دارم میزنم تقریبا 40 دقیقه صحبت کردم اینا واقعیتایی که باید بدونید میدونید بزرگترین و میشه گفت سختترین قدمی که شما دارید باید بردارید کجاست شروع یعنی الان ما درس میدیم خیلیاتون شروع نمی کنید شاید 80 درصدتون شروع نمی کنید واقعیت ها این چیزی که دارم میگم از هر صد نفر 80 نفرتون شروع نمی کنید هر دو ماه یه بار میایید میگی که آقا الان شروع کنیم میرسیم مثلا اول تیر اینو بهم به میگی. بعد مدرسه ها باز میشه مهر میای میگی آقا الان شروع کنیم میرسیم مهرم میگذره دی یه دونه قلمچی می جامعه میدیم میبینی چی نخوندی آقا الان شروع کنیم میرسیم عید میره قلمچی دوباره الان شروع کنم چی میرسیم بعد دم همایش آقا همایش شروع کنیم میرسیم بابا رام شروع کن بابا میدونم سخت این قدم هر کاری شروع کردنشه بابا شروع کن بعد شروع میکنی لوسین دیگه تو پرقو بزرگتون کردن یه هفته درس میخونه میگه آقا من چرا دانشمند نشدم یه هفته درس خوندم یه هفته ای چرا صد نزدم بابا شما هر کاری که شروع میکنید هفته اولش یکم خاکخوریه تو یه ما به درس خوندنه ادامه بده مثلا مغزت آپگرید میشه بعد اینو داره کی بهت میگه من رتبه کنکورم دیویست شده الان مثلا باهوش بودم فلان بودم نه من مثلا نمیدونستم که سمپاد چیه نمیدونستم چه میدونم فرزانگان و اینا چیه چون شرایط خونه آدم طوری بود که اصلا اینا رو نشنیده بودن اصلا نمیدونستم اینا چیه معدلم سیزده بود چهار بار اخراج شده بودم ولی خب شروع کردم اولش سخت بود اولش که درس میخوندم انگار یکی دو تا انگش کرده تو چشم زده تو سرم گردنم درد میکرد چشام نمیدید سرم درد میکرد حالم از زندگیم بم میخورد یه ماه دوم آوردم و دیدم نه داره مغزم را میفته بالاخره از این آکبندی داره در میاد منم مغزم آکبند بود منم معدلم سیزده بود چهار بار اخراج شده بودم و اصلا داغون ولی وقتی که شروع کردم پا فشاری کردم در اولش درد داره یه ماه اول رو تحمل کردم بعد دیدم ایول دارم طرف این وسط این یاد میگیرم معادله درجه یک یاد گرفتم درجه دو هم یاد گرفتم ایول نمیدونم معادله کسری و گویا هم یاد گرفتم نه دارم یاد میگیرم او یه ریاضیم بهتر شد شیمیم هم داره بهتر میشه شیمیم بهتر شد فیزیک هم داره بهتر میشه مغز از آکبندی در میاد هفتاد هشتاد درصدتون که اصلا شروع نمی کنید از اون 20 درصدی هم که شروع می کنن درصدشون ماه اول ول می کنن. 5 پنج که دووم میارن اون پنج درصد دووم میارن تا کنکور اونا قبول میشن یعنی کنکور لازمه قبولیش باهوش بودن نه کنکور لازمه قبولیش اینه استمرار 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 مدام میخوری زمین ولی باید دوباره پاشی یعنی فکر نکنی الان میای تپه های موفقیت و گل موفقیت رو فت میکنی نه شرایط سخت میشه میخوری زمین هیچکی کنارت نیست مشاورت سرکوفت میزنه خانواده سرکوفت میزنه تویی که باید قوی بشی تویی که باید از کسی انتظار نداشته باشی تویی که باید خودت دست خودتو بگیری بلند شی یه مسیر سخته کسی هم قرار نیست کمکت کنه و ببینید هیچ وقت شرایط خوب نمیشه که تو بخوای شروع کنی آقا این هفته یک مشکلی برای من پیش اومد من از هفته بعد شروع میکنم خر خودتی هیچ وقت این اتفاق نمیفته که شرایط خوب بشه من خیلی دوستانه دارم با صحبت میکنم میدونی شرایط کی خوب میشه؟ وقتی خوب میشه که شروع کنی نه اینکه منتظر بایستی همه چیز آماده و مهیا بشه من رو فرش قرمز برم درسم شروع کنم نه شرایط هیچ وقت خوب نمیشه مگر اینکه شروع کنی مگر اینکه زحمت بکشی مگر اینکه سختی بکشی و توی سختیاتم تنهایی خودتی و این مسیر کنکور اول حرفم بهت گفتم یک مسیر سخت اما شدنیه راهش چیه؟ استمرار 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 میخوری زمین پاشی ادامه بدی میخوری زمین پاشی ادامه بدی و فقط کنکور اینطوری نیست تمام زندگی اینطوریه بهت میگن بری دانشگاه راحت میشی <applause> خیلی دروغ بزرگی میگن دانشگاه بدتره دانشگاه سخت بهت میگن دانشگاه تموم بشه راحت میشی کار کردن سخت پول نراوردن سخت زندگی کردن سخت تره همش سخته آسون هیچ وقت از اینجا به بعد زندگیتون یه سراشی یه که هیچ وقت آسون نمیشه شما باید قوی تر بشی و اون آدم قویان که موفق میشن حالا تو هر کاری یعنی هیچ وقت منتظر این نباش که شرایط آسون بشه شرایط فرا از امروز به بعد زندگی در هی hey, سختتر و سختتر و سختتر بشه اگر آدم قوی باشی قوی بودن و از الان تمرین کنی تو همه جای زندگیت موفق میشی تو کارت موفق میشی تو زندگی شخصیت موفق میشی توی خانواده موفق میشی لازمش اینه که تو یاد بگیری آدم قوی باشی چیزی آسون نمیشه نه تو کنکورت نه تو دانشگاهت نه تو زندگی بعدش هی hey, از حال من ساده من رویا فروش نیستم من این نیمدم کلاس با... بگم بیاین 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 کلاس رو. نه اصلا اصلا این... از این عادت ندارم من کارم درست انجام میدم و میدونید مهمترین چیزی که کیفیت رو میرسونه صداقت صادقانه با شما حرف میزن آسونتر نخواهد شد سختتر و سختتر و سختتر میشه باید قوی تر بشی خب این اتمام حجتی بود که با شما داشتم درسمون رو میخوایم الان شروع کنیم از صفر از صفر صفر خیالتون راحت که تمام مباحث بهتون گفته میشه من باز هم تاکید میکنم مسئله مفاهیم حفظیات هر آنچه که نیاز داشته باشید من میگم درسنامه هم نمیخواد بخونی تو فقط تکلیف تو درست انجام بده آزمون بزن تکلیف آزمون تکلیف آزمون تکلیف آزمون تکلیف آزمون بقیهش با من ببین ما اولا که استوکیومتری شما هر جا که مسئله ببینید استوکیومتری هست یعنی استوکیومتری تو تمام شیمی ریشه دونده هر جا هر مپسی مسئله ببینید استوکیومتری هست اگر مسئله های مثلا توی یازده مثلا به بچه ها میگی سینیتیک برگاش میریزه چرا؟ چون استوکیومتری بلد نیست وگرنه سینتیکی وجود نداره استوکیومتری تقسیم بر یعنی این پایه همه مسائل شیمیه استوکیومتری تو کجا تو چه کتابایی دارید فصل 1 که دهم ده صفحه 16 الی 19 کتاب درسی دارین استوکیومتری فصل دو دهم ده دارین 56 الی 60 موازنه است 81 تا 85 استوکیومتری واکنشه استوکیومتری مولاریته سه دهم تو صفحه 106 و, شیش و, صد و کتاب درسی دارین استوکیومتری فصله ای که 11 داریم صفحه 22 الا 25 کتاب درسی این فرستی بود که از کتاب ها، که آقا این استوکیومتری که میخونیم تو کدوم کتاب است اینجا هاست ولی کنکور که نمیاد بگه قربونت برم پسر قشنگم این سوال مال فصله ایه که دامه. جواب میدی؟ نه کنکور میاد این چهار تا فصل رو یکی میکنه میگه این سوال حل کن و ما میایم این چهارتا تا فصل رو یکی میکنیم توضیحش میدیم ببینید یه استوکیومتری داریم استوکیومتری شناوره شناور یعنی همیشه باتون هست یعنی هر جای شیمی بریم این لازمه استوکیومتری شناور مفاهیم جرم و حجم و مول اول میخونیم بعد درصد خلوص و بازر میخونیم مجموع مواد اختلاف مواد ببینید بچه ها من حالا جزوه تو همه کانال کنکوری هست برید جزوه پر شده ای که دست نویس من باشه رو ببینید چه سالیانه چه نکته و تست پارسال وقتی این تیتر رو درس دادم این تیتر تا حالا سوال کنکور نیومده بود خارج کشور یه اشاره ریزی شده بود گفتم امسال 100 درصد سواله برو تجربی رو ببین تجربی سال بوده ریاضی سال بوده دی سال اومد تیر سال اومد این دیگه مد کنکوره این دست از سر شما دست از سر شما بر نمیداره این یکی از تیپای مهمه پارسال تاکید کردم 100 درصد سال کنکور میاد امسال هم تحکیدم بیشتر میکنم باز میگم 100 درصد سال کنکور میاد 100 درصد سال کنکور میاد و من این رو آوردم زودتر و ازش سواله بیشتری گذاشتم انواع مختلفش بعد تعداد مولکول اتمیون رو میخونیم استو بدون واکنش مال فصل که دهام میخونیم مولا رو میخونیم جنبندی گازا چگالی گازا همه اون چیزایی که نیاز داریم بعد میام اینجا سواله پارامتری براتون حل میکنم پایستگی جرم براتون حل میکنم اینا استوکیومتری پیشرفته است بعد واکنش متوالی براتون حل میکنم مقدار برابر یا ان برابر حل میکنم امسال روی مخلوطا یه روش جدید نشستم فکر کردم خیلی سریع بتونید تمام سوال مخلوط رو حل کنید چون مخلوط دیگه تو کنکورمون مثل اینکه که قرار هر سال یه دونه سوال باشه ما هم که بچه پر رو کم نمیاریم یه روش جدید براش پیدا کردم که خیلی راحت سوال مخلوط رو حل کنید امثال میبینیدش سوختن های پدر سوخته که سوختن کامل و ناقص همزمانه سوالات مفهومی متن کتاب هم داریم بچه این جرم مولیایی که خیلی تو سوالا به کارتون میاد حالا اگر همش هم حفظ نکردین این تیکه از جرم مولیا حداقل یونان چند اتمی رو بلد باشید این جرم های مهمه صفه بعدم راجع محاسبات من قبل از اینکه که شروع کنم میخوام یه طرف این وسطه این بگم من فقط یه قلوب آب بخورم که صدام باز بشو بریم سراغ درس خب ببینید بچه ها ما با هم علاوه بر این که حالا یه بحثی داریم تو سوال به سوال باشه قبل از اینکه حالا بریم وارد حل سوال بشیم آقا محاسبات سریع درس میدی؟ میبینی محاسبات سریع تو تک تک تستام الان استفاده میکنم و شما خواهید دید شاید هم یه کلاس آفلاینی حالا یه مقداری حال جسمین بهتر بشه چون من یه مقداری مریضی گوارشی دارم از همایش هم هنوز خوب نشدم حالم که بهتر بشه یه کلاس آفلاین محاسبات سریع جداگانه هم براتون میذارم ولی بچه ها گول این تبلیغات رو نخورید که اوی بیان یه روش محاسبات سریع اصلا آقا ما ذهنی محاسبه میکنیم الان سوال کنکور 402 رو حل میکنم یه ویدیویی از من پخش شده بود که بچه ها رو توی همایش پارسال مسخره می کردم گفتم آقا ما ذهنی حل می بعد میگفتم که آقا نمیشه سر کنکور ذهنی حل کرد الان میبینید باید پنج رقم رو به سه رقم تقسیم کنی. مگه میشه ذهنی؟ بنابراین محاسبات سریع محاسبات سریع یاد میدیم ولی باید کاربردی باشه مثلا من یه سری اوقات میبینم دارم محاسبات سریع درس میدن ضرب عدد سه رقمی در یازده آخه مگه ما چند تا ضرب عدد سه رقمی در یازده تو کنکور رو میخوایم ببینیم اسکولیم نشستیم ده ساعت اون رو میبینیم محاسبات سریع باید کاربردی باشه من حالا چون ریاضیم هم خیلی خوب بود اون موقعی که کنکور دادم محاسبات سری رو خوب بلدم و به شما یاد خواهم داد قبل از اینکه حالا وارد محاسبات سری هم بشیم من اول از همه میخوام یه طرف این وسط این از اول ابتدایی یادآوری کنم ببینید طرف این وسط این اولا که چیکار میشه کرد و اینا رو میخوایم با هم ببینیم فرض کنید که شما دو تا کسب براتون می نویسن. اینجا رو ببینید مثلا اینجا x رو داریم اینجا 16 رو داریم عدد و فرضی ها هر چی دوست داشتیم اینجا مثلا دور داریم اینجا 32 داریم اینجا مثلا 4 داریم من اول میخوام یه سری را در واقع کسر طرف این وسط این از ابتدای یادآوری کنم بعد بریم یه سراغ درس ببینید اولا که شما باید بدونید که این عددهایی که اینجا میبینیم چطوری حق ضرب کردن داریم چطوری حق تقسیم کردن داریم علامت ضرب رو که بلدین اس علامت ضرب آ علامت ضرب علامت ضرب آ حق ضرب دارید یعنی مثلا میشه چیکار کرد عین علامت ضرب شما حق ضرب دارید مقبول من, من یاور بزنم که صدا باز شه و بریم سراغ شما خب این علامت ضرب حق ضرب دارید آآ ضربدری ضرب داری حق ضرب دارید یعنی من این چهار رو توی 16 میتونم ضرب کنم ضرب داری ضرب ضرب داری ضرب آآ چهار رو تو 16 میتونم ضرب کنم دو رو تو 32 میتونم ضرب کنم یا برعکسش شون زاو تو 4 میتونم ضرب کنم یا برعکسش 32 رو تو 2 میتونم ضرب کنم زرب داری حق ضرب اینو اینجا میشه ضرب کرد اینو اینجا میشه ضرب کرد یا مثلا اینو میشه اینجا ضرب کرد آقا ضرب کنی یعنی چی یعنی این یعنی این 16 بزو بذارم باشه یعنی این 2 رو برداری بیاری بذاری اینجا این میشه زرب داری ضرب کردن یا یعنی ایش 16 رو برداری بیاری بذاری اینجا ضرب داری پس حق ضرب داری این از این دیگه از اول ابتدایی دارم میگم بعد موضوع بعدی این مستطیلی که میکشم حق تقسیم داری آ این مستطیلی که میکشم حق تقسیم دارین آ آ یعنی دیگه از صفر صفر دارم محاسبه رو میگم که دیگه وقتی وارد درس شیمی شدیم فقط شیم. شما 16 و 32 بالا 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 ببین آ بالا بالا حق تقسیم به عدد دلخواه داری میتونی هر دوتاشون رو تقسیم بر هر عددی که دلت میخواد بکنی مثلا هر دوتا رو تقسیم بر 16 کنی پس بالا 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 اینطوری حق چی داریم؟ تقسیم بالا و پایین اینطوری بالا و پایین حق چی داری تقسیم بالا و پایین حق چی داری تقسیم یعنی اینو مثلا به عدد دلخوا تقسیم اینم به عدد دلخوا تقسیم پایین و پایین و به عدد دلخوا میتونیم تقسیم کنیم و به طور خلاصه آ آ این اگر کسری که ما داریم باشه ضرب دری ضرب میشه؟ و این فلش های سبز رنگ نشون میده که به عدد دلخواه تقسیم و ساده میشن این دوتا به عدد دلخواه تقسیم این دوتا به عدد دلخواه تقسیم این دوتا به عدد دلخواه تقسیم این دوتا هم به عدد دلخواه تقسیم اما موضوع بعدی خب آقا ما اصلا اینجا باید چیکار کنیم؟ ما برای اینکه بتونیم حساب و کتاب کنیم باید این ایکس رو تنها کنیم ما الان میخوایم حساب و کتاب کنیم باید یه کاری کنیم این ایکس چی بشه؟ تنها بشه این x باید چطوری بشه؟ تنها گفتیم که مثلا بالا بالا به عدد دلخواه میتونیم تقسیم کنیم آ من دلم میخواد اینو اینو به 16 تقسیم کنم تقسیم بر 16 یک تقسیم بر 16 2 خب ایکس تنها شد نه یه بار دیگه می نویسم. اینجا الان x رو دارم. دارم اینجا الان دو دارم اینجا الان دو دارم اینجا هم الان چار دارم الان بخوام ایکسه تنها بشه باید چیکار کنم هیچ خیلی کار متنوعی میشه کرد یکیش اینه که این دو رو ضرب در این حق ضرب داشتیم دیگه بیاریم این بالا ضرب کنیم تموم این ایکس تنها میشه میشه دو ضرب در دو میشه چهار این پایین هم که چهار 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 هم. چهار, چهار هم که میشه یک پس ایکس همون شد یک پس برای اینکه حساب کتاب کنیم این ایکس باید تنها بشه گفتم این دو رو بیاریم اینجا ضرب کنیم ضرب داری حق ضرب داریم تمام دو ضرب دار دو کنم ایکس انا میشه ایکس انا میشه چار چارم ایکس میشه یک یعنی این اولین بحث محاسباتم و اما دیگه بریم سراغ درس من این طرح درس رو ببندم راجعه محاسباتم صحبت کردیم اینو من ببندم که داشته باشیم راج محاسباتم صحبت کردیم آقا بقیهش چیه تو تستا میبینی؟ یعنی همین سوال اول یکان زدن رو توضیح میدم. همین سال اول اردر زدن رو توضیح میدم اینا چیزیه که معلم های دیگه بهش اشاره ای نمی کنن ولی ما کامل محاسبات سریع رو میبینیم درس امروزمون رو شروع کنم دیگه از الان به بعد خیلی جدی میخوام همه جون همه گوشت اینجا باشه درس امروزمون اینه که ما میخوایم استوکیومتری واکنش رو یاد بگیریم استوکیومتری واکنش با... آقا اصلا واکنش چیه؟ بیا از صفر صفر بگم ببینید ما یه چیزایی داشتیم این شکلی براتون می نوشته مثلا میگه آقا یه دونه N2 به علاوه سه تا h می دو تا دوتا اینهای سه من از صفر صفر دارم شروع میکنم دیگه یه بار برای همیشه از پایه میگیم از صفر صفر میگیم کم پله پله میریم بالا امروز سال 402 میخوام برات حل کنم نگاه ببینید این واکنش شیوه خوندنش رو اول با بلد باشین یه دونه اندو با سه تا هاشتو میخورن به هم با هم واکنش میدن و تبدیل میشن به آمونیاک تبدیل میشن به دو تا انهایسه پس شیوه خوندنش یه دونه اندو با به علاوه یعنی با دیگه با سه تا هیدروژن میخورن به هم تبدیل میشم به دو تا انهایسه ما به اینایی که قرار بخورن به هم واکنش بدن با هم دیگه میگیم واکنش دهنده ما به این سمت چپی های فلش میگیم واکنش دهنده و به اون سمت راستیه اسم این فلش میدهده یا به وجود میآورده یا تولید میکنده به این چیزی که به وجود میاد میگیم فراورده برای اینا واجهی که به کار میبرید که توی واکنش یه طرفه باید واژه درستی باشه الان من میدونم یه دونه اندو با سه تاشت و قره بخورم به هم واکنش دهندن و تبدیل بشن به این آم... سه تبدیل بشن به دوتا انهای سه این فراورده برای فراورده واژه تولید به کار میره برای واکنش دهنده تو واکنشه که حالا یه طرف است واژه مصرف به کار میره واکنش یه طرفه الان هم بحث واکنش یه طرفه است پس قرار این واکنش دهندا بخورن به هم مصرف بشن و دو تا آمونیاک رو تولید کنن ما امروز با هم یاد میگیریم چی رو میخوایم با هم یاد بگیریم پس واکنش در یاد گرفتیم فرآورده یاد گرفتیم ما میخوایم امروز با هم اینو یاد بگیریم استوکیومتری واکنش استوکیومتری واکنش اصلا یعنی چی ببین استوکیومتری یعنی محاسبه کردن یعنی حساب و کتاب کردن پس واژه استوکیومتری که هی میگن یعنی حساب و کتاب کردن تو بتونی محاسبه کنی چی و واکنشو چیه واکنشو آها الان دیگه درسمون شروع شد ما مثلا یه دونه واکنش الان میخوایم بخونیم من یه ذره زوم تختهام بیشتر کنم که قشنگ شما چشتون ببینه ما الان قراره مثلا یه سری واکنش با هم بخونیم همین واکنش که الان دیدیم یه دونه ان بود با سه تا دو میشد دو تا انهایز. یه دونه ان 2 با علاوه سه تا دو میشد دو تا ان ما امروز چی میخوایم یاد بگیریم فرض کنید ما میخوایم یاد بگیریم که آقا 500 کیلوگرم آمونیاک میخوام تولید کنم میخوام 500 کیلو از این تولید کنم امروز قرار اینو یاد بگیریم استوکیومتری یعنی حساب و کتاب کردن یاد بگیریم که برای اینکه 500 کیلوگرم از این ماده تولید بشه چقدر از این نیاز دارم چقدر از این نیاز دارم بریزم رو هم تبدیل بشم به آمون یا برعکسش یا برعکسش مثلا میگن آقا تو انبار کارخونه تو انبار کارخونه یه تون از نیتروژن داریم میخوایم امروز یاد بگیریم با این یه تن نیتروژن چقدر آمونیاک میشه تولید کرد چه با این یه نیتروژن چند کیلو آمونیاک گیرم میاد چند مول آمونیاک گیرم میاد چند لیتر آمونیاک گیرم میاد و اگر بخوام این تبدیل به آمونیاک بشه چقدر از این نیاز دارم پس درس امروزمون قراره یاد بگیریم که در یک واکنش چقدر از واکنش دهنده بریزیم و چقدر فرآورده تولید میشه بتونیم توی یه واکنش حساب و کتاب کنیم با انقدر واکنش دهنده چقدر فرآورده؟ یا اگر بخوام اینو تبدیل به فراورده کنم چقدر از این یکی واکنش دهنده میخوام یا برعکسش رو مثال زدم برعکسش این بود که مثلا اگر بخوام هزار لیتر آمونیاک تولید بشه چقدر از این باید بریزم چقدر از این باید بریزم امروز قراره اینو یاد بگیریم بچه استراتژی حل مسائل استوکیومتری یعنی همین استوکیومتری واکنش حساب و کتاب کردن در واکنش چهار تا مرحله است که این چهارتا تا مرحله رو مرحله اولش رو امروز مهمون منید جلسه بعدی استوکیومتریمون که میشه جلسه سه موازنه رو کامل درس میدم مرحله اولش امروز انجام شده من هدفم امروز این نیست که موازنه درس بدم من هدفم اینه که استوکیومتری رو درس بدم این موازنه رو جلسه سوممون به طور تمام و کمال از ساده از صفر صفر درس میدم اونایی که معادله میخوادم درس میدم خیالتون راحت قدم اول موازن است که امروز این قدم انجام شده ما میخوایم امروز قدم دو سه چار رو با هم حل کنیم و یاد بگیریم بچه ها سوال استوکیومتری عمدتا این شکلیه که دو تا ماده داریم مثلا اینجا از سوال روتینش دارم شروع میکنم اطلاعات از یه ماده میده از یه ماده دیگه میخواد ما باید اول این دوتا ماده رو پیدا کنیم پس اطلاعات از یه ماده میده از یه ماده دیگه میخواد ما باید دو ماده که عدد داده یا خواسته رو پیدا کنیم بعد دو تا فلش ازش بزنیم مساوی دو تا کسر مثلا اگر سوال این شکلی بود که اطلاعات از نیتروژن داده بود بعد از آمونیاک خواسته بود این کار رو میکنیم از نیتروژن عدد داده از آمونیاک عدد خواسته از این فلش میزنم از این فلش میزنم مساوی دوتا کسر یعنی این قدم اول حل سوالمونه دو ماده ای که عدد داده و خواسته رو پیدا کن اینو عدد داده فلش میزنی اینو مثلا عدد خواسته فلش میزنی مساوی دوتا کسر دوتا فلش بزن مساوی دوتا کسر حالا قدم دومش اینه فکر کن پر کن بعد خودش حل میشه فکر کن پر کن حل کن فکر کن پر کن حل کن که الان میام توضیحش میدم درس میدم و بعد پله پله میریم جلو الان فعلا میخوام قدم سوم رو درس بدم بچه ها ببینید حفظ کردن و اینا رو بریزید دور و فهمتون رو قوی کنید سال کنکور فهمیدنی هن. سوالای کنکور حفظی نیستن من از بیس بیس از صفر صفر میگم امروز سوال کنکور میخوایم حل کنیم بنابراین حتی اگر مطالب بیسیک و ابتدایی با تمام جونه گوش بده اول از همه قبل از هر چیزی شما باید بلد باشید مول رو تو شیمی حساب کنید مول بچه ها بیانگر تعداده بیانگر تعداد خاصی از ذرات یادتونه مثلا یه سری بسته داشتیم بسته 10 تایی توی دبستان 10 تا نیم میچرسوندین به هم یا یه سری بسته داشتیم بسته 100 تایی کلی 100 تا نیم میچرسوندین به هم مولا عین هم همون بستاست یه تعداد خاصی از ذرات که جلوتر کامل اشاره میکنم 6 و 2 صدم ضرب در ده به توان 23 تا ذره است که اصلا فعلا کاری به این ندارم مول فقط میخوام تو ذهنت باشه بیانگر چیه تعداد بیانگر تعداد ولی تر را توی سوالا نمیاد به ما مول رو مستقیما بده ما بعد بلد باشیم محاسبه ملو بعضی اوقات جرم میده که ما مجبوریم به مول تبدیلش کنیم بعضی اوقات هم حج میده که ما مجبوریم به مول تبدیلش کنیم میخوام از همین مثال ساده شروع کنم بعد درس رو کامل کنم بعد تست بزنم نگاه کنی مثلا سوال این شکلی میده میگه که سه و گرم متان چند مول است خب اولین بحث اینه که ما بلد باشیم جرم رو تبدیل به مول کنیم بعد به شما مثلا میگه که سه ها شار حالا متان این فرمولشه کربون دوازده و هیدروژن یک این یه سوال این سوال رو برای شما نوشته یا آقا انقدر متان چند بود ببینید بچه ها ما مول بخوایم حساب کنیم مول میشه جرم تقسیم بر جرم ملی الان من این مله رو قرار حساب کنم جرم رو به من داده سه ممیز دو گرم یعنی جرم رو دارم سه ممیز دو گرم آقا جرم مولی کجاست؟ جرم مولی رو سوال به شما میده گفته کربن دوازده گرمه هیدروژن هم یه گرمه ما الان میخوایم چی رو حساب کنیم؟ مول این متان یا سه آشا رو خب برای محاسبه یه مول باید جرم مولی شو بدونیم ببین سه آشار الان من اگر بخوام جرم مولی براش حساب کنم کربونش که دوازده گرمه دیگه چی داره؟ چهار تا هیدروژن هم داره چهار تا یه گرم هم داره چهار تا یه گرم هم داره دوازده به علاوه چارده میشه شونزده جرم مولیش هم دارم شونزده این عدد رو تقسیم برین کنم تمامه سه ممیز دو تقسیم بر شونزده میشه دو دهم از صفر صفر دارم میگم دو دقیقه بعد میخوام سوال کنکور بزنم نگاه یه دونه دیگه حل کنم مثلا میگه که پنج ممیز یک گرم این های سه شامل چند مول است شامل چند مول است با سوال ساده شروع کردم میگه آقا ان چارده گرمه هیدروژن هم یه گرمه خب میگم اوکی مول بخوام حساب کنم مول میشود جرم به جرم مولی اینو خوب بلد باشین بفهمین الان داریم مول حساب میکنیم مول بخوام حساب کنم چقدره؟ 5 و یک گرمه من باید جرم مولی حساب کنم جرم مولی ان یعنی من نمیتونم حساب کنم انش که 14 گرمه با با سه تا هیدروژن هم داره سه تا یک گرم سه تا یک گرم خب میشه اینش که 14 گرم با سه تا یک گرم 14 به علاوه سه میشه 17 17 رو میذاری اینجا 51 تقسیم بر 17 که میشه 3 پس این اولیش مدل بعدی مدل بعدی این شکلی سر و بالا بگیر مدل بعدی این شکلی پس قسمت اول جزوهمون اینه محاسبه مول جرم به جرم مولی میشه مول جرم به جرم مولی میشه مول بعضی اوقات حجم میده ببینید پس آ آ این اولین داستان که آقا جرم مولی رو فهمیدیم حالا اگه جرم بود جرم به جرم مولی میشه مول اگه حجم بود حجم حجم مولی هم میشه مول آقا حجم مولی حجم مولی خیلی آسون تره حجم مولی اولا برای گاز ها داده میشه در دما فشار ثابت برای همه گازها یکسانه یعنی فرقی نمیکنه گاز متان باشه گاز آمونیاک باشه گازه نمیدونم ان های سر که گفتیم مثلا سی شیش باشه برای همه گازها یکسانه چرایی این رو تو قانون آووگاد رو میخونیم حجم مولی تکلیفش خیلی آسون تره اگه شرایط STP نباشه ترا خودش بهت میگه مثلا میگه حجم مولی سیه حجم مولی بیسته اگه شرایط STP یا استاندارد دما فشار باشه حجم مولی همه گازا رو 22 و لیتر میگیریم بچه ها STP مخففه من یه بار بگم مخفف استاندارد دما فشاره میشه استاندارد تمپرچر و پرشر این که دما فشاره دمای استاندارد صفر درجه سانتیگراده 25 درجه نیست دمای یخچال صفر درجه است و فشار استاندارد یک اتمسفره دانشمندا مثلا یکی تو اهواز کار میکرده گرم بوده یکی تو کانادا کار میکرده سرد بوده جواب مقاله هاشون متفاوت در می اومده برای اینکه بتونن مقاله بنویسن علمی با هم صحبت کنند، اومدن یه کاری کردن گفتن آقا یه شرایطی میذاریم همه تو اون شرایط محاسبات رو انجام بدیم بهش میگن شرط استاندارد شرایط SCP یا استاندارد پس میشه استاندارد دما و فشار که استاندارد دماش صفر درجه است استاندارد فشارش هم یک اتمسفره حجم مولی همه گازا یک سانه من از هر دوتاش یه مثال میزنم میریم سراغ درس اصلیمون دیگه این از دهم ده ده دارم شروع میکنم نیازی نیست بری کلاس دهمیا ده رو ببینی همینجا باش از صفر میگم تا صد همش سربال میگه که در شرایط STP در شرایط STP مثلا 4 ممیز 48 لیتر گاز هیدروژن چند مول است خب سر بالا بگی الان فهمیدی که مول اگه جرم بود پایین جرم مولی میذاشتم اگه حجم بود پایین حجم مولی میذارم خب اگه حجم باشه پایین حجم مولی میذارم آقا از کجا فهمیدی حجم لیتر واحد حجم دیگه حالا میگم آقا چقدری میگه 4 و هشت لیتر میگم خب حجم مولی رو چی بذارم؟ شرایط استاندارده حجم مولی همه گازا هیدروژن، متان، آمونیاک حتی فاضلاب گازی هم توی شرط استیپی 22 ممیز 4 لیتر این عدد به این عدد تقسیم کنیم فعلا کاری به محاسباتش ندارم میشه دو دم یا آقا اگه STP نبود چی؟ خب حجم مولی رو میده دیگه STP نبود ببینیم میگه در شرایطی که در شرایطی که حجم مولی گاز ها 20 لیتر است مثلا 8 لیتر گاز آمونیاک چند مول است خب نگاه کنید مول برابر است با آ حجم هج به حجم مولی خواهیم این ها. الان 20 میگه در شرایط کجمی مولی گازا 20 لیتر است 8 لیتر گاز آمونیاک چموله لیتر وایده حجم حجمو میذارم 8 لیتر میگه مول میخواد حجم مولی چقدره حجم مولی گازا 20 لیتر است میشه 8 به 20 میشه 4 دهم تمام شد پس درس اولی که بهتون دادم اینه که شما باید بلد باشید مول در رو حساب کنید پس سر و بالا بگی نباشی با من اینجا باش برای محاسبه مول اگه جرم داد جرم به جرم مولی میشه مول برای محاسبه مول اگه حجم داد حجم به حجم مولی میشه مول جرم به جرم مولی میشه مول حجم به حجم مولی میشه مول جرم به جرم مولی میشه مول حجم به حجم مولی میشه اگه جرم بود جرم مولی بذار میشه مول اگه حجم هج بود حجم مولی بذار میشه ما تمام سوال های استوکیومتری واکنش رو آقا چرا اینو درس دادی؟ هر چیزی یه چرایی داره ما تمام سوال های استوکیومتری واکنش رو قراره با این روش حل کنیم تناسب های مول بذاریم. توی سوالایی که استوکیومتری واکنش چی بود قرار حساب و کتاب کنیم چقدر بریزیم چقدر تولید میشه این شکلیه که اطلاعات از یه ماده میده از یه ماده دیگه میخواد بعضی اوقات طراح خود مولو میده خود مولو بده طراح طراح مهربونیه ما فقط ذریب لازمه بذاریم آقا ذریب چیه این عددی که سمت چپ مواد نوشته میشه ما به اینا میگیم ذریب زریبش یک ضریبش سه ضریبش دو به عددی که سمت چپ مواد نوشته میشه میگیم ضریب به اینا ضریب استوکیومتری یا ضرایب مولی هم میگن که توی موازنه راجب این کامل صحبت میکنم فقط الان بدونید عددی که سمت چپ ماده نوشته میشه میشه ضریب این اندو سمت چپش یه عدده این ضریبشه h سمت چپش یه عدده ضریبشه سه سمت چپش یه عدده ضریبشه ما همه سوالا رو باید با تناسب های مل به ذریب حل کنیم اگه مل بود فقط ذریب میذارم بعد آقا اگه جرم داد الان یاد گرفتیم جرم به جرم مولی میشه همون باری کلا میشه همون مول. حالا ذریب میذارم آقا اگه حجم داد اگه حجم دادم حجم حجم مولی میشه مول. حالا ذریب میذارم پس می هایی که قراره بخونیم همشون تناسب مل به زریبه. اگر مل داد چه دمش کرد همه این تناسبا ها مل به زریبن اگه مل داد دمش کرم فقط ذریب میذارم اگه جرم داد جرم مولی میذارم چرا؟ جرم به جرم مولی بشه مول حالا ذریب میذارم اگه حجم داد حجم مولی میذارم بشه مول حالا ذریب میذارم پس ما الان قراره با این سه تا کسر کار کنیم من مفاهیمشم بهتون گفتم ها ببین آ، من مفاهیمشم گفتم همه این تناسب ها تناسب باریکل مل به ضریب یعنی خواستم بفهمی که نگم به جرم به جرم ملی ضریب خواستم اینو بفهمی که از کجا آمده چون همه این تناسب ها مل به ضریب اگه مل داد دمش کرد فقط ضریب میذاری معمولا اونقدر مهربون نیست اگه جرم داد جرم به جرم ملی همون مله حالا ذریب بذار حجم داد حجم, حجم مولی همون موله حالا ذریب بذار به این کسرا تو بعضی کتاب ها میگه کسر پی ساخته کسر تناسب ولی این مفهوم داره مفهومش هم واضحه همه این تناسب که قراره بخونیم الان سه تاشو میخونیم بعد دونه دونه این ها باز میشن همشو میخونیم همه این تناسب ها تناسب مول به ذریبه باید بفهمیش اگه مول فقط جرم بود جرم به جرم مولی میشه مول حالا سری حج بود حج به حج میشه مول حالا سری چهار تا سوال من حل میکنم بعدش شما شروع میکنید حل کردن از سوال اول سر تا پا گوش میخوام هم حل سوال یاد بدم هم محاسبه یاد بدم محاسبه سریع و از همین امروز باید یاد بگیری کنکوری که 35 تا سوال داره 35 دقیقه وقت محاسبه سریع میخواد قرار نیست سر جلسه بری یه ساعت دور خودت بگردی عدد در نیاد باید عدد در بیاری سوال پنجم برای تو خوب گوش بده میخوام بعدش تو هم سوال حل کنی ها. نگاه کن ببین قرارمون این شد موازنه رو که امروز خودش انجام داده دو تا مادهی که عدد داده عدد خواسته رو پیدا کن دو تا فلش بزن مساوی دو تا کسر فکر کن پر کن حل کن فکر کن پر کن حل کن میشه تناسب های مل بزنیم حالا بریم سوال حل کنیم انقدر با هم حل میکنیم انقدر سوال حل میکنم بالا بیارید انقدر تست میزنیم بالا بیارید اول این سوال بریم سوال عاشقالی هم نمیذارم و قلم 401 جزه باید آپدیت باشه سال 80 90 اینا نمیبینی تو جزه من جزه باید آپدیت و به روز باشه میگه در واکنش زیر با مصرف اینقدر آب اکسیژنه چند لیتر گاز اکسیژن در شرطی که حجم مولی گاز اینه تولید میشه خب ببین همیشه گفتیم قدم اول چیه موازنه چون این عددهای سمت چپ رو داره موازنه هست موازنه در واقع این عددهای سمت چپ رو تعیین میکنه که جلسه بعدی جلسه سوم اون درس خب قدم اولش که انجام شده قدم دوم از یه ماده عدد داده از یه ماده عدد میخواد اول با این دوتا ماده رو پیدا کنم کیه؟ در واکنش زیر انقدر آبوکسی آه. آه. عدد دارم آب کی کیه؟ هم نمیدام هاشت دو, دو از این عدد داده بعد گفته چند چند بچه ها اونیه که تو سواله از شما چند مچهول شماست خواسته است از این عدد داده چند لیتر گاز اکسیژن این اکسیژن دیگه از این عدد خواسته ای اگر این کارو بکنی قطعا سوال تل میشه پس سوال استوکیومتری میگه در واکنش زیر اگر از این هاشتو دو و دوه انقدر بریزم از این اکسیژنه چقدر به وجود میاد قدم دومش اینه اون ماده ای که عدد داده فلش اون ماده ای که عدد خواسته فلش مساوی دو تا کس حالا فکر کن پر کن حل کن فکر کن پر کن حل کن فکر کن پر کن حل کن یعنی چی یعنی باید تناسبای مول به بنویسی آقا چطوری بره از صفر صفر خوب نگاه کن پس قدم اول موازنه بود خودش انجام داده قدم دوم تو رو قرآن حرف گوش بده اینایی که عدد داده و خواسته رو فلش میزنی و اطلاعات هر ماده رو زیر خودش مینویسی اوکی اطلاعات هر ماده رو زیر خودش مینویسی بریم اینجا الان سیزده و شیش گرم آب اکسیژن است سیزده و شیش گرم فکر کن پر کن حل کن اگه جرمه من چطوری میتونم تناسب مل به ظریف بنویسم یه دقیقه مثلا اینجی کندش داد خب، خیلی صاف که بعدش شروع کن من زدم در اومد عادت میکنی خب اگه جرمه چرا میگم فکر کن پر کن حل کن اگه جرمه چطوری تناسب مل به ظریف باید بنویسن جرم به جرم ملی میشد مل حالا باید ظریف بذارم آها فکر کن پر کن حل کن معلومه جرم مگه نیست باید جرم ملی بذارم و ظریف بیا اول ظریفشو بذاریم ظریف به این عدد سمت چپش میگن ظریفش یک آقا جرم مولیش چی؟ جرم مولیش که الان یاد دادم دیگه میخوای هاش دو حساب کنی؟ دو تا اچ داره میده سوال دو تا یه گرم آها دو تا یه گرم دو تا هم او داره دو تا هم او داره دو تا شونزه گرم دو تا شونزه گرم خب این میشه دو گرم و سی و دو گرم میشه سی و گرم این میشه سی و, و تمومه جرم مولی رو حساب کردم گذاشتم جرم جرم مولی زریب این چیه؟ چند لیتر چند یعنی میخواد نمیدونم لیتر اکسیژن رو میخواد خب اگه حجم بود باید چی میذاشتی باری کلا فکر کن پر کن حل کن فکر کن پر کن حل کن اگه حجمه باید حجم مولی بذاریم بشه مول حجم حجم مولی مول حالا ظریف بذاریم اوکی این فکر کن پر کن حل کن اوکی حجم حجم مولی میخوام ببینم یا میگه STP یا اگر استیپی نیست حجم مولی رو داده در شرطی که حجم مولی گازا 25.2 و ای لیتر ایوه. حجم مولی گازا رو دارم 25.2 لیتر حجم رو گذاشتم حجم مولی رو گذاشتم حالا باید زریب بذارم زریب چنده؟ دو خب حالا رسیدیم به بخش جذاب محاسبه اول این چیزی که تو محاسب یعنی این شد حلا من دیگه حالا این جرم مولی هم میذارم باشه البته چیزی نداره پاک کنم که شلوغ نباشه پس ببین دارم پله پله روند کلاس کم کم تند میکنیم فعلا جلسات اول کامیوزر چی؟ زیاد سریع نیست میخوام از صفر صفر بفهمید استو رو که بفهمید تو مسئله عین فشنگ راحت میتونید بقیه مسائل رو بفهمید و راحت حل کنید خوب گوش بید. پس بحث اولم بحث اولمون سوال استوکیومتری قدم اولش موازن است امروز انجام شده قدم دوم از یه ماده عدد میده از یه ماده عدد میخواد از این عدد داده از این عدد میخواد فلش میزنیم مساوی دو تا کسر اطلاعات هر ماده رو زیر خودش می نویسم کس برای هر خری از زیر خودش جرمه فکر کن پر کن حل کن فکر کن پر کن حل کن اگه جرمه جرم مولیو میذاریم بشه مول حالا زری حجم اگه حجمه حجم مولیو میذاریم بشه مول حالا زری پس کسری که داریم میخونیم کلا تو سه تا دونه کسر مول بود کم فقط جرم جرم مولی زریم هش مش مولی زاریم. حالا بحث چی میمونه حساب و کتاب شما باید این مچوله رو به دست بیارید اولین حساب و کتاب که میخوام سکت بخوره زمین اینه سر و بالا بگی محاسبه الان دو تا محاسبه بهتون یاد میدم اولیش یکان زدن دومیش اردر اولا یکان زدن چون خیلی آسونه اول بگم ببین یکان زدن این شکلیه به من سر جلسه کنکور 1402 گفته بود سه رقم در دو رقم کنم آیا من ضرب میکنم؟ نه گزینه ها این بوده مثلا دو، چهار، شیش، هشت قبول دارید الان ما چهار تا گزینه داریم که یکانشون فرق میکنه یکانش دو، یکانش چهار، یکان شیش، یکان هشته یعنی این چهار تا گزینه یکانهای متفاوتی دارن من به جای اینکه ضرب دو رقم در سه رقم رو کامل حساب کنم فقط یکانش رو حساب میکنم چون یکانو بدونم کافیه آقا پس هر موقع چهار تا گزینه داشتیم که یکانشون فرق میکرد از این روش بله پس کی استفاده کنیم هر موقع چهار تا گزینه بود یکانش فرق میکرد دو چهار شیش هشت بریم استفاده کنیم آقا چطوری استفاده کنیم یکانا رو تو هم ضرب میکنیم یکان این چنده؟ چهار یکان این چنده؟ چهار یکان ها رو تو هم ضرب میکنی یکان رو بهت میگه چهار چهار تا؟ شونزده تا چهار تا؟ شونزده تا پس یکان جواب چند باید باشه؟ شیش کدوم گزینه شیش داره؟ اینه این که دوه گم شو چهار گم شو هشته گم شو این جواب پس یکان ها رو در هم ضرب میکنید یکان مشخص میشه چهار چهار تا؟ شونزده تا چهار چهار تا؟ شونزه تا این یکان زدن اما روش دوم اردر هر سوالی که خواستی حل کنی خب خوب گوش بده اگر به تقریب نبود واژه به تقریب رو ننوشته بود به تقریب نبود به گزینه ها نگاه کن و اردر بزن و اردر بزن ببینید بچه ها اردر اصلا هیچ ربطی به شیمی نداره معمولا بچه هایی که اولمپیاد کامپیوتر خونده باشن این اردر زدن و بلدن یعنی اصلا درسش درس شیمی نیست ببین اگه به تقریب نبود سوالت گزینه رو نگاه میکنی توی گزینه ها صفر و اشار رو پاک میکنی اگه چهار تا عدد مختلف بود میتونی برای همیشه صفر و اشار رو پاک کنی پس چی؟ گزینه ها رو نگاه میکنی؟ صفر و اشارشون رو پاک میکنی؟ میبینی چهار تا عدد مختلفه این یعنی دیگه صفر و اشار برای مهم نیست نه اولش، نه وسطش، نه آخرش الان هی تکرار میکنیم وقتی صفر و اشار تو گذینه ها مهم نیست واقعا مهم نیست خط بزن بره چه اولش، چه وسطش، چه آخرش آه. بریم اردر زدنم به یاد بدم توی سوال باید محاسبه یاد بگیری نه اینکه بیام یه جلسه محاسبات فری با تو سوال باید یاد بگیری نگاه الان ما میخوایم این ایکس رو حساب کنیم میام گزینار رو نگاه میکنم صفر و اشارشون رو پاک میکنم اشار داری اشار داره این اشارش رو پاک کنی من بذار یه قلم سفید بیارم آ اشار رو پاک میکنم این عدد شد 1008 اشار رو پاک میکنم 2016 اشار رو پاک میکنم 4032 8064 بچه ها قبول دارین چهارتا تا عدد متفاوته بله پس صفر و اشار مهم نیست هر جا صفر و اشار دیدی پاک کن آه اشار اینو پاک کنم 136 این که اشار نداره 34 بعد اینو میخوام حساب کنم ایپس این دو اشارش رو پاک کنم 252 به همین راحتی پس اعشار رو پاک میکنیم میبینیم چهار تا عدد مختلف پس دیگه اشار مهم نیست حالا قرار این کسره رو حساب کتاب کنیم گفتیم ضرب در این حق ضرب داریم بالا و پایین هم میتونیم ساده کنیم بچا همیشه اول بالا پایین رو نگاه کنید بالا پایین به هم تقسیم میشن بالا پایین رو همیشه اول نگاه کنید به هم ساده میشن ببینیم این رو تقسیم بر دو که دیگه میتونم 17 تقسیم بر دو که دیگه میتونم 68 68 چند برابر 17 کم کم اینا را میفتی الان نگران محاسبه نباش 68 4 برابر 17 بالا و پایین به عداد دلخوا تقسیم میشن اینو تقسیم بر 17 میکنم یک تقسیم بر 17 میکنم میشه 4 تو به هم بگو الان اگر بخوام x تنها بشه چی کار کنیم خوبه قبول داری ضرب داری میشه ضرب کرد اگر اینا رو بیارم تو این چاره ضرب کنم x هم تنها نمیشه چرا x هم حساب نمیشه چرا من برای محاسبه x باید x رو تنها کنم خب اوکی اینا رو بیارم تو این ضرب کنم x هم تنها میشه و حساب میشه x مو برابر است با خب دو ضرب در 252 رو با ضرب در 4 کنم اوکی یه 252 دارم یه دو دارم اینا رو از ضبط در چی کنم؟ زبطر این چاره تموم آقا این چی؟ این یک بود تأثیری نداشت حالا چار دوتا میشه تا من با این روشی که الان به تو یاد دادم میری دیویست و, پنج و دو رو ضبط هشت کنی؟ نه آقا پر چی کار کنیم؟ یکان گزینه ها یکان شنده هشت یکان شیش یکان دو یکان چهار. فقط یکان رو حساب کن بریم ببینیم خب یکان رو تو یکان ضرب میکنم دو هشتا میشه شونزده تا یکانش میشه شیش یکان چهار گمش یکان دوی گمش یکان هشت گمش یکان میشه شیش پس به جای اینکه برم سه رقم در هشت ضرب کنم میگم یکان در یکان هشت تا شونزده تا یکان شیشه یکان تمام این اولیش انقدر حل میکنم حالت بد بشه نگاه کن امروز میخوام سال کنکور بزنم اینه چی گلابیه قلمچین نه بچه ها کنکور یه بیانه این شکلی داشت سال پارسال. اومده بود یه تیکه حفظی رو انداخته بود وسط مسئله ها رو ریخته بود تو ماستا ما هم که آپدیت ما هم این کارو کردیم نگاه کن حتی اول قبل از اینکه کنکور این کارو بکنه ما تو نکته تست این کارو همیشه می کردیم. دیگه امسال جزوه جدید نگاه کنید در واکنش زیر در صورت مصرف انقدر اکسیژن پس از اکسیژن داره اطلاعات میده در دمای صفت درجه و فشار یک اتمسفر چند گرم از آلاینده ای که در کارخانه مثل سرچشمه کرمان نیز تولید می شود وارد هواکوره خواهد شد خب ببین اطلاعات لیتر داده یه واکنش از اکسیژن عدد داده اینهاش بعد میگه چند گرم خب از یه ماده دیگه پرسیده سوال استوکیومتری واکنشه حالا چند گرم از کی چند گرم از آلاینده ای که در کارخانه مثل سرچشمه کرمان تولید واژه تولید رو برای چی به کار میبردن باریکلا برای فراورده به کار میبرن برای فراورده به کار میبرن میام تو فراورده ها نگاه میکنم این داره تولید میشه این داره تولید میشه بچه ها به نظر شما کدومشون آلاینده است هوا رو کثیف میکنه باری کلا آب که هوا رو کثیف نمیکنه بین اینا که دارن تولید میشن این آلاینده است آهان آلاینده هم پیدا کردم وارد هوا کنه خواهد شد پس سوال اینطوریه که اطلاعات از اکسیژن داده چند گرم آلاینده خواسته خب قدم اول موازنه بود که طراح محترم رو خودش انجام داده قدم دوم اطلاعات داده اطلاعات خواسته از دو ماده ای که اطلاعات داده و خواسته فلش میزنیم مساوی دو کس قدم سوم فکر کن پر کن حل کن فکر کن پر کن حل کن. بابا فکر کن حفظی نیست تناسبا همشون تناسب مل به ببینیم چی داده چی خواسته اطلاعات میبینم یک و لیتر لیتر واحد حجمه اگه حجمه باید حجم مولی بذارم حجم حجم مولی میشه مول آها حالا زریب من میفهمم من فرقم با بقیه اینه که ما قراره اینجا بفهمیم نه اینکه فقط حفظ کنیم حجم حجم مولی میخوام آقا حجم مولی نگفته گفته بچه ها دمای صفر فشار یک نگفتیم شرایط استانداردیه که دانشمند گذاشتن نگفتیم این همون استیپیه تو شرایط S.T.P. حجم ملی همه گازا 22.4 لیتر حجم گذاشتم حجم ملی رو بذارم 22.4 ضریب بذارم 3 اون برای داستان چیه؟ گرم چند گرم نمیدونم گرم این یارو SO2 رو میخوام اینو میخوام جرم فکر کن پر کن حل کن اگه جرمه باید جرم ملی بذارم و ضریب چرا چون بشه مول به ضریب همه این تناسب مول به ضریب جرم جرم مولی و ضریب خب اوکی جرم مولی اس او دو رو باید حساب کنیم نه ترس خودش میده اس او گفته 32 گرمه با دو تا او داریم دو تا 16 گرم چند تا سوال اولو من جرم مولی حساب کردن گفتم ولی یه بقیه رو می نویسم پس گردش 32 گرمه با دو تا اکسیژن دو تا 16 گرم میشه 32 و 32 میشه 64 حل خب جرم مولی رو بذاری جرم رو که گذاشتم جرم مولی میخوام 64 زریب میخوام دو خب ببینیم آیا میتونیم سفر و هشتا رو پاک کنیم آیا میتونیم اردر بزنیم هشتا رو پاک میکنم هشتا رو پاک میکنم هشتا رو پاک میکنم هشتا رو پاک میکنم 32, 16, 96, 53 چهار تا عدد مختلف هم. پس صفر اشار مهم نیست همه یه صفر رو پاک میکنم صفر اشار مهم نیست همه این صفر اشار رو پاک میشه این صفر اشارش رو پاک کنیم 168 صفر و اشارش رو پاک کنیم 224 اینجا یه دونه 3 دارم اینجا قراره یه x حساب کنیم اینجا 264 دارم قبوله ببین اصلا چشمندی نیست خیلی راحت ببین اگر بلد... ببین اینا را میفته من الان دارم میگم خب من کلی تکلیف فارسا لعل کردم من تکالیف خیلی سبز همون کامل لعل کردم بهت قول میدم را میفتی یعنی اگر هم بلد نیستی فضای سرت ۱۶۸ تا بیا بینیست تقسیم بر آ آ. سه آقا آآ ۳۵ تا 15 تا یه یک میاد یه هشت میاد ۳۶ تا ۱۸ تا تقسیم بر سه تقسیم بر تقسیم برسه کردم شد پنجا قبوله دیگه دارم میگم آقا بنویس نمیمیری که چه ایرادی داره او زهنی استاف میکنه چه ایرادی داره بنویس بعد از یه مدت این عدد ها رو چشت میبینه بعد یه مدت این عدد ها تکراری میشه میگه آقا 168 به سه بخش بزیره میشه 5 و شیش ببین بعد یه مدت که تکلیف حل کنی میگه آقا 224 چهار برابر 56 من الان فکر میکنم که از این هم نمیدونی من دارم میگم و از صفر میگیم تقسیم بردو میشه یک تقسیم بردو صد و دوازده گفتم بالا و پایین و همیشه نگاه بنداز پایین و پایین به عدد دلخواه تقسیم میشن اینا به عدد دلخواه تقسیم میشن اینا به عدد دلخواه اینا به عدد دلخواه دلخوا. اینجا اینا هم به عدد دلخواه گفتیم همیشه بالا و پایین و یه نگاه بنداز سد و دوازده و به نظر میخوره دو برابر این باشه تقسیم بر پنجه و شیش یک تقسیم بر 56 دو پایین و پایین به عدد دلخوا تقسیم میشن تقسیم بر دو یک تقسیم بر دو سی و دو بچه ها ما x رو بخوایم حساب کنیم x باید تنها بشه پس کافیه که سی و دو رو تو یک ضرب کنیم عدد ضرب در یک همونه x هم میشه فقط میشه سی و دو یعنی اصلا چیزی نداره پس خیلی راحت، اصلا شوخی سی و آوردم تو یک زرد بریم اینقدر حل میکنم حالت بد بشه اینقدر میگم حالت همین جهس اول ف... نه تا آخر سال همینه ت... ترفنده در ساده ما اینه که اینقدر سوالای مختلف تیپ های مختلف حل میکنیم بالا میاری، یعنی دیگه میری رو کتاب تست روون باشی و بری تکلیف حل کنی با تکلیف محاسبات با تکلیف درست میشه بعد تازه تو تکلیف ها هم اشکال محاسباتی هم نخواهی داشت چرا؟ چون اگر توی محاسبات به اشکال خوردی میتونی محاسبه من رو ببینی چون من همه رو حل کردم این خیلی مهمه که بدونی قدر این بدونی که آقا تکالیف همش حل شده یعنی ایراده محاسباتی تم برطرف میشه علاوه بر اینکه فهم سوال کامل برای جا میفته ایراده محاسباتی هم برطرف میشه پس ما کل درسی که تا الان خوندیم اینه ما قراره توی واکنش بدونیم چقدر بریزم چقدر تولید بشه یا برعکسش بخوام این به دست بیاد چقدر از این بریزم ما قراره پس حساب و کتاب کردن توی واکنش یاد بگیریم قدم اولش موازنه از خود سوال انجام داده دو ماده که عدد داده و خواسته رو فلش میزنم مساوی دو تا کسر بعد فکر کن پر کن حل کن فکر کن پر کن حل کن فعلا تا قدم سوم اومدیم داریم سوال حل می‌کنی موازنه رو خود سوال ببین کس برای هر خری از زیر خودش بنویسی و فکر کن پر کن حل کن همه تناسب هایی که می نویسیم تناسب های مول به ذریبه، فهمیدیم آقا جرم به جرم مولیم شد مول عجب عجب مولی مولیم شد مول همه این تناسب ها مولن به ذریب. اگه مول بود دمش فقط ضریب میذارم جرم بود جرم مولیو و ضریب میذارم حجم بود حجم مولیو و ضریب میذارم با این تناسبه مول به ضریب که حالا بعدا قفله دیگش باز میشه قفله دیگش مثلا بعضی اوقات تعداد اتم میده بعضی اوقات مولار میده بعضی اوقات چه گالی میده همه رو خواهید دید و همه سوال رو حل خواهیم کرد بریم جلوتر خب سوال سوم آ آ میگه در انگام تهیه سمنه این سوالا رو من از متن کتابتون نوشتم که حداقل یه بار بشنوید در انگام تهیه سمنو برای عید از جوانه گندمی استفاده شده که انقدر مالتوز داره اگر این مالتوز به طور کامل در واکنش زیر آب کافت شود مول قند خوب خب مالتوز تو نمیدونی چی ایراد نداره به این میگن مالتوز بچه ها به این یکی هم که نوشته میخوام اینا رو هی چشتون بخورا جلوتر کامل درس میدم میخوام هفتی هم هی چشت بخوره ها این سی دوازده مالتوزه این سه شیش هاش دوازده اوشیشه گلوکوز یا قند خونه من هدفم اینه که لابلای مسائل هم, هم هی این هی هی ببینی هی ببینی خب هفتیات با تکرار جا میفته دیگه این مالتوز این گلوکوز خب ببینیم جرم مالتوز به من داده بعد گفته چند 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 همونیه که ما باش کار داریم چند اونیه که میخوایم چند مول قند خون میشه این مال از این خواسته مساوی دو تا کسر پس مال داده مول قند خون خواست ببین آ آ جرم مولی ما بر اساس گرمه ما هم همیشه عددی که میده رو بر اساس گرم میذاریم گفته انقدر کیلوگرم ضبط در هزارش میکنیم بشه گرم اینو ضبط در هزار کنیم بشه ش و ل گرم جرم جرم مولی بذارم بشه مال حالا زری بچا جرم ملی مال خیلی طول میکشه ولی یه ترفند ماسریه ترفندت یاد میدم ۳ دواز هاش بسو۲ و, و یازد جرم ملی این رو بخوای حساب کنی پیر میشی چرا Uh, 12 تا 12 گرم باید حساب کنید 12 تا 12 گرم 22 تا هیدروژن 22 تا 1 گرم باید حساب کنید بعد 11 تا اکسیژن 11 تا 16 گرم باید حساب کنید این میشه مثلا 144 با 22 166 با 11 تا 16 کلن میشه 340 برای اینکه این محاسبه رو انجام ندی برای مالتوز یه ترفن داره بتونی حفظ کنید برای مالتوز برای اینکه این محاسبه رو نخواهی انجام بدی سری اینو بفهمی میخوام برای مالتوز یه طرفند بگم خب سر جلسه کنکور ما که نمیرسیم این همه ضرب رو تقسیم کنیم ببین رقم اینا رو جمع میکنی در میاد اون دو رو با یک جمع کن میشه سه دو رو با دو جمع کن میشه چار یک رو با یک جمع کن میشه دو سی و دو این برای اینکه مالتوز اگر سوال کنکور اومد سریع بتونی جرم مولیش یادت بیاد سر چلو دو این جز اون جرم مولی هایی که باید حفظ باشی سریع جواب بدی اینطوری حفظ کن شانسی ها رو بقیه جواب نمیده رو مالتوز ساکاروس که سوال میده ها دو رو با یک جمع میکنم سه دو رو با دو جمع میکنم چار یک رو با یک جمع کنم این جرم مولیش که حالا این اصل محاسبش بود این هم برای افتر جرم مولیشو دارم جرم جرم مولی. و ضریب اگه چیزی ننوشته منظورش یک بچه ها اگر این بغل عددی نبود منظورش یک خب اینجا جرم رو گذاشتم جرم مولی زریب یک اون داستا این چی خواسته مول نری جرم مولی بذاری همه تناسب اون مول به ضریبه اگه موله که دمش فقط زریب میذارم ترا ترای مهربونی بوده اگه موله دمش کرد فقط ذریب میذارم ذریبش دوه اگه موله دیگه نری جرم مولی به چه پونیا این همه جر دادم خودمو که بفهمید جرم به جرم مولی میشه مول همه ی تناسبا میشه مول اگه موله که دمش کرد فقط ضریب میذارم خب گزینا صفر و اعشار پاک میکنیم این صفراشو من دوست ندارم صفرشو پاک میکنم صفر پاک میکنم ببینم چهار تعداد مختلفه چهار دو یک پنج بله پس صفر و اشار مهم نیست همه صفر و اشار رو <تصف> میزنم بریزه این پاک کنیم 684 میمونه پاک کنیم 342 میمونه یک اثر نداره اینو قراره حساب کنم ایکس همه اینم دوه خب اوکی گفتم بالا پایین رو نگاه کن این چند برابر اینه 600 300 دو برابره دیگه تقسیم بر 342 یک. تقسیم بر 342 تو. الان میخوای x رو تنها کنی کافیه که اینو بیاری اینجا ضرب کنی دو دو تا دو, دو تا دو دو تا دو گزینه دو هزار چهارصد گزینه دو هزار چهارصد و یک آره بله هزار و جدید از این جدیدایی نگاه کن. در جهت معین پتاسیم کلورات، کاسیلوس متقاضی زیر تجزیه میشه اگر از اینقدر گرم از این مدت 9 لیتر گاز تولید شود حجم مولی گاز ها در این شرایط چند لیتر برمون است خب بچه ها ببین من گفتم از صفر میگم دی. نگاه کن ما مواد جامع تو انگلیسی بهشون میگن سالید برای همین توی واکنش که مینویسه نویسه به جنگ که کامل بنویسه سالید یه دونه اسم میذاره به این هم میگن مواد جامد پس جامد به زبان انگلیسی میشه سالید حرف اولش رو برداشتن یه اس گذاشتن یعنی اون ماده جامده بعدی مایه است مایه به انگلیسی میشه لیکوید لیکوید این یو یه ذره ختم خیلی خوبه با ختم آشنا میشه این لیکوید ال اولش رو برداشتن این میشه مایه مایه حالا اینو جلوتر هم نرس میدم و اینو همینطوری دارم میگم بیا بارو موادی که گاز هم به زمان انگلیسی میشن گس این جی اولش رو این میشه گاز و موادی که محلولی باشد که حلالشون آبه بهشون میگن محلول آبی میشه آکوا آکوا این کیوه آکوا اینا رو با ایکیو نمایش میدن یعنی اینا رو از الان دیگه یاد بگیر دیگه پس اسم میشه جامد ال میشه مایه ال میشه مایه بعدش هم که جی میشه گس ای هم که از آکوا به معنی محلول آبی هست خب بریم گاز پس اگر میخواد بگه با جی نمایش میده به همین راحتی بریم اینجا گفته از تایزی اینقدر از این ماده این ماده نه این ماده کیه؟ این ماده کاسی لوس هست از این اطلاع داده از گاز خواسته اس یعنی جامد اس یعنی جامد از گاز خواسته مساوی دوتا تا کس فکر کن پر کن حل کن فکر کن پر کن حل کن داده جرم داده 36 ممیز گرم جرم مولی میخواد جرم به جرم چرا جرم مولی میذارم بشه مول حالا زریب همه این تناسبا مول بذاری من جرم جرم مولی داده 122 نیم ذری بشم تو این ور چی؟ خب این ور میگه که انقدر لیتر گاز اوکی نه لیتر حجمه 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 حجم مولی بذار بشه مول حالا زری خب اوکی حجم حجم مولی ندارم حجم مولی گازها چند است نمیدونم چند است حجم مولی گازها رو نمیدونم چند است اینو میخواد حجم مولی گازها چند است اینها حجم مولی گازا چند است نمیدونم چند است الان حساب میکنم زری حجم رو گذاشتم حجم مولی رو گذاشتم زری 3 سه به عدد سمت چپ کرد تمام این ایکس رو قرار حساب کنیم بذار ببینم سال گزینه دو 401 برو دفتر چشم ببین تو دفتر هست این تکنیک اوردر جواب میده اشار رو پاک میکنم اشا رو پاک میکنم اشعار رو پاک میکنم یه من این رو بکنم آه آه. خب دیویس بیس چار بیست دو, دو دیویس چار دو چار تا عدد متفاوت دیویس دو بیس چار بیس دو, دو دیویس چار دو سفر مهم نیست برو شو این میشه سه هزار و شیستد هفته دو پنج هزار دیویس دو بیس پنج زریب دو اینجا نه اینجا سه یه ایکس یا حساب کنم میگم بابا این بالا و پایین رو ببین ساده میشه سه هزار و 1200 هزار و دیویست. سه هزار و هزار معلوم سه برابره تقسیم بر هزار 1 یک تقسیم بر هزار پنج. این سه برابره اینه میشه سه تقسیم بر سه تقسیم بر سه این که یک میشه تقسیم بر سهش کنیم سه میشه گفتیم بالا بالا بعد از دلخوا تقسیم میشن تقسیم بر قلم نمیخوام تقسیم بر سه یک تقسیم بر سه یک ما اون شد x رو تنها کنیم این x باید تنها بشه وس ضربدری دری ضرب میشن این x رو میارم ضرب در یک میکنم این دو هم در یک میکنم x مساوی است دو ضبط در یک دو. اه هیچ اه زدم گزینه دوی یک یه قلمچی چی برام تو حل کن من فقط برای راهنمایی اون اولشو میام ولی تو باید حل کنی وقت میدم تو حل کنی بعد بچه ها روال کلاس اون اینه که من برای اینکه بتونم تعداد تست زیادی بزنم خب سواله ای که سر کلاس رو بیشترشو خودم حل میکنم هر چند تا سوال شاید یه دونه وقت بدم شما حل کنید هو اون ما رو حل کنیم تو بعد تکلیف حل کنی تو اول یاد بگیری کامل بعد انقدر تکلیف میدم خیالت راحت تکلیف به اندازه کافی داری آزمونم ازت میگیرم سر و بالا میگه میگه در اثر اکسایش کامل انقدر گلوکوز گلوکوز این باباست ای آقا تکرار شد دیگه گلوکوز رو میشنستم سه شیش دوازده جرمش هم چند لیتر گاز سی او لیتر گاز سی مساوی دو تا دوتا کس اطلاعات هر کسی رو زیر خودش می نویسی. من جرم مولی گلوکوز رو بدم گلوکوز جرم مولی 180 داد حل با خودت جرم مولی گلوکوز رو بدم حل با خودت من یه دقیقه سب می کنم اگه جرم بود جرم. من یه دقیقه سب می کنم حل با خودت مرتب بنویس بنویس تنبل بازی در نیا عادت کنید شاید هم که SCP دیگه دید دید. من هیچی نمیگم خودت گذینه بزنی صدا داره خب بریم این سوال رو حل کنی خب حالا این جلسه جلسه اول دوممونه ما داریم سایتمونم حالا دوتا خبر خوبم بهتون بدم ما داریم سایت رو آپدیت میکنیم سایتی که کنکور 160 داریم هم قیافش هم کلاس آنلاینمون هم چتمون بعد امسال مثلا دادم برنامه نویس داره بخش مختلف رو جدا میکنه براتون مرتب میکنه مثلا یه می جلسه اول میزنی فیلم آفلاینش جدا بیاد جزوه سفید جدا بیاد جزوه پرشده جدا بیاد تکلیفش جدا بیاد برنامهش جدا بیاد آزمونش جدا بیاد خیلی سایت داره مرتب میشه مون تا این آپدیتمون یکم زمان برده برنامه نویسمون داره کار میکنه جلسات بعدیمون که حالا فکر کنم وقتی دوره رایگانمون تمام میشه جلسات تو سایت برگزار میشه اول که دیگه جلسات کامل تو سایت برگزار میشه امکانه از بعد جلسه سوم امکان جلسه رایگان از جلسه سوم که دیگه کلاس تو سایت برگزار میشه دیگه تو آپارات قابل پخش نیست این یه نکته سایتمون هم آپدیت میشه و مرتب میشه چون بیشتر من خب همیشه نظر بچه‌ها رو میپرسم تنها مشکلی که داشتیم توی برگزاری کلاس ها بچه ها میگفتن بهتر که سایت مرتب باشه من نظر بچه ها برام خیلی مهمه بر همین یه برنامه نویس خفن گرفتیم رو سایت اون 24 ساعته داره کار میکنه از یکی دو جلسه بعدم حالا میبینید ریخت سایت کلا عوض میشه بعد یعنی چت از جلسه سوم خواهیم داشت این یه نکته یه نکته دیگه هم پرسیدین یادم رفت بگم این دو طور باز میکنم برنامه هفتگی دارین نکته بعدی راجب جزوه هم اگر تو ذهنتون هست که فیزیکی میدین یا نه من این هفته که الان مریض بودم یکم درگیر بودم یه ذره مریضیم بهتر داره میشه سعی میکنم این هفته یا هفته بعدش جزوه فیزیکی هم بذارم بعد جزوه علاوه بر اینکه فیزیکی قرار داده میشه فصل به فصل هم برای شما قرار داده میشه یعنی فصل یک دهم ده یه جا هر کی دلش خواست خودش پرینت کنه دو دهم یه جا خودش پرینت کنه بچه هایی هم که میخوام فیزیکی سفارش بدن فیزیکی سفارش بدن که دیگه هر دو تا آپشن چون من آدمی نیستم که مثلا رو جز فیزیکی آی بعد سود کنیم فقط فیزیکی بدم نه هر دو رو میذارم فقط اگر حالا آیدی رفع اشکالم تو کانالتون قرار دادم فقط سوال درسی جواب میدم نمیدونم سوال چرت و پرت و خود اول و سین نمیکنم من فقط سوال درسی جواب میدم خب بریم سوال حل کنیم این 630 گرم گلوکوز بوده جرم جرم مولیش 180 ضریب یک اینور چند لیتر حجم سی و حجم مولی با بذارم سی پی حجم مولی همه گازا باری کلا بیست و دو لیتر ضریب با هم بذاریم ضریب چنده؟ شیش خب بریم ببینیم آیا توی چی صفر و مهم بوده پاک کنم آه داریم سوالی هم که صفر اشار مهم نباشه زنگ بعد میبینید این س... یعنی مهم باشه برعکس این صفر اشار پاک کنیم 448 474 4928 51 52 خب اوکی صفر و پس صفر و مهم نیست چهار تا عدد متفاوت هست صفر و اشار پاک میکنم پاک کنی پاک کنی پاک کنی اینجا 63 میمونه اینجا 18 میمونه اینجا یه ایکس مساوی بود اینجا یه ایکسی میمونه اینجا 6 میمونه اینجا هم 224 خب ببین تقسیم بر 6 1 تقسیم بر 6 3 تقسیم بر 3 1 تقسیم بر 3 21 ایکس رو میخوام حساب کنم گافی اینو زب در این کنم ایکس هم میشه 224 زب در 21 آه آه کافیه اینو بیارم تو این ضرب کنم بچه ها ما اینو میریم ضرب میکنیم نه یکان میزنم چار یک خب این در این چار یکی چارت یکان باید چند باشه چار یکان هشته گم شد یکان هشته گم شد یکان دو گم شد یکان چاره خب استوکیومتری فصل دو ده شروع کردیم از اینجا به بعد توی جزتون میخوام راجع به درصد خلوص و بازه صحبت کنم من نمیام اول کلی سال بدون درصد خلوص و بازه حل کنم یازده رو میخوام شروع کنم یعنی کل استوکیومتری رو با هم باید یاد بگیری زنگ بعد درصد خلوص و بازه رو درس میدم و میریم وارد این تیپ از سوالا میشیم که به شدت سوال مهم میان که مجموع چند ماده رو از شما یک جا میخوان میگه جرم این دوتا ماده رو هم چقدر سال مجموعه جرم میگه تفاوت جرم این دوتا ماده چقدره میریم وارد استو پیشرفتهمون میشیم یه ده دقیقه استراحت میدم یه ده دقیقه استراحت میدم الان ساعت بیشتر حالا ده دقیقه ما ساعت پنج و چل دقیقه کلاس شروع میکنیم کلاسمون تا یه ساعت ادامه میدیم تا 6 و 40 دقیقه امروز ادامه میدیم 5 و 40 بیاین سر کلاس